بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 10 ماه آگوست سال 2018 میلادی، برابر با 19 مرداد ماه 1397. هوا در واشنگتن به شدت گرم است و شرجی، البته بیچاره در کالیفرنیا هم آتش همچنان ادامه دارد و گرما هم مزید بر علت، و بعضی جاها رو خودشون آتش میزنن میسوزونن که بتونن کنترل کنن که اون وقتی میرسه دیگه چیزی نباشه برای سوختن یا سوزاندن. در هر صورت توی ماجرای ایران و آمریکا هم که هر دو اوضاع خراب، آقای ترامپ رفته تفریح، رفته وکیشن، تعطیلات. البته میگه من تعطیلاتم که هستم کار میکنم، چون از صبح تا شب میشینه توییتر میفرسه، تلویزیون نگاه میکنه، به مجریای برنامه تلویزیون آمریکایی فوش میده، به ورزشکارا فوش میده. اینم شده کار ترامپ. اونایی که میگن این تلویزیونای ایرانی همشون به هم دیگه فوش میدن، خیلی ناراحت نباشید. رئیس جمهور آمریکا هم که به اصطلاح بزرگترین قدرت دنیا هست، یا بهترین جا و بزرگترین جا و مسئولیت داره، اون هم فوش میده. میگه که بریک لگ در کار رادیو تلویزیون، وقتی یه نفر برنامه داره، به انگلیسی بهش میگن بریک لگ، که فارسیش بخواین ترجمه کنی یعنی برو یه پای بشکن. نمیدونیم پای کیو باید بشکنیم. این آقای عزیزان گفته و گفته که آتلانتا هم گرم 90 درجه فارنهایت. حالا بعضی وقتا 90 درجه قابل تحمله، اون شرجی که بهش اضافه میشه، هیومد یا ماگی میگن اینجا، ماگی میشه چسبنده و اینها، اون بعد صبح دوش میگیری میری 3 ساعت دیگه میای دوباره باید دوش بگیری، شب میخوای بخوابی دوباره باید دوش بگیری. در هر صورت اینه دیگه، زمستون میره تابستون میاد، زمستون که هست نق میزنیم منتظر تابستونیم، تابستون که میایم میگیم ای با زمستون بهتر بود. اینم ماجرای شاه رفت و شیخ آمد و الی آخر. درباره این ماجرای شاه رفت و شیخ آمد، آقای کاووسی یه ویدیوی فرستاده که یه خبرنگاری دیگه، خبرنگارایی هم که میرن ایران انقدر وضعشون خرابه، خودشون با تلفن رو میگیره ضبط میکنه و میفرسته، و گفته که ایران 80% در یکی دو هفته گذشته به اصطلاح قیمت ها رفته بالا و چیزا، 80% قیمتشون از دست دادن. و امروز ماجرای ونزوئلا بود. میدونید که این آقای رئیس جمهور که بار دوم حالا اومده، 2-3 روز پیش میخواستن منفجرش کنن از این درون، این هواپیماهای کوچولو یا هلیکوپترای بدون سرنشین که با ریموت کنترل کنترلش میکنن، آمد بالای سرش و تقی و فوری هم اونا اومدن و فیلمش هست، نگاه کنید جالبه. و میگه که توی ونزوئلا الان اینقدر اوضاع بده که دیگه با پول خودشون معامله نمیکنن، و مردم مثلا یه چیزی که میخوای بخری ازت میپرسه دلار داری، اگه دلار داشته باشی بهت میفروشه. این بدترین شرایط برای یه مملکت. اگه اشتباه نکنم زامبیا بوده کجا بوده این ماجرا پیش اومد که بعد دیگه پولشون اصلا واحد شعبست کردن واحد دلار. و میگه وقتی شما میکنی واحد دلار مثل که کشورت میشه کلونی اینها، دیگه هیچ قدرتی نداری، نمیتونی پول چاپ کنی، نمیتونی تصمیم بگیری و اینها، و خلاصه بیچاره میشی. حالا نمیدونم تو ایران هم وضع به اونجا رسیده که اگه میخوای بری یه فرش بخری، طرف بهت میگه اگه دلار داری بهت میفروشم، اگه نداری برو بذار هوا بیاد، یا هنوز نشد. و یادتونه اینایی که طرفدار ترامپ هستید و براش دست میزدید، یه سریتون هم میگفتید اگه این بیاد حرفش از خدا برای ما واجب قابل قبول تر اینا، یادتونه این یه چیزی رو میگفت که من اولین روزی که برسه، همه کاراشم اولین روز و اولین ساعتی که برسه توی کاخ سفید میخواسته این کارا رو انجام بده، که یه نفر بهش نگو آخه احمق اینو بنویس روی کاغذی ببین تو چند تا کار رو میخوای روز اول ساعت اول انجام بده. دو تا از اون کارا این بود که گفت من میخوام ویزا، اینایی که خودشون میان بعد فامیلشون هم میاد، یک کلمه ای هم استفاده کرد که این
چین امیگریشن، یعنی اینایی که مثل حلقه زنجیر مهاجرت میکنن. مثلا اول یه آقای میاد، بعد خواهرش میاره، بعد خواهرش که میاد خواهره بچه‌هاش میاره، بعد بچه همسرش میاره و اینها، بهش میگن چین. نمیدونم آقای خزایی این پتیک حرف خوبی میزنه، میگه که حواستو به فیسبوک نده. آقای خزایی از راه رسیده میگه نوشته سالاد، آخه سلام میخواد بگه نوشته سالاد. کارمو خیلی خرابه آقای خزایی. و جالب، آقای خزایی به من میگه آقا یه وقت برنامهاتو هر روز نکنی، یا وقت من وقت نمیکنم برات مقاله و اینا بفرستم. آقا نصف بیشتر این مقاله که میفرستی لینکش کار نمیکنه، شما باید اول راه درست فرستادن اینا رو یاد بگیری عزیز من. اگه اون پایین نگاه کنی تو تلفنه، یه علامتی زده، یه چارگوش کشیده شکلی صفحه، بعد یه فلش، یه پیکان، یعنی این صفحه رو بفرست برای دوستت، میزنی بعد اسم برادرت، اسم شما نمیخواد کاری کنی، چون وقتی کپی و پیست میکنی یه دوتا آه میفته و بعد اونی که میگیره هرچی میزنه روش مینیسه this link is broken. یکی از دلایلی که من میگم وقتی میاین هی لازم نیست بگین سلام علیک درود ورود، همینه که وقت به جایش سلام شما مینیسی سالاد. منم حالا گرسنه هستم، اینجا هم گرمه، اتفاقا چه فکر خوبیه که بعد از برنامه برم سالاد بخورم. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. یه بحثی رو ایشون شروع کرد در رابطه با یک سازمان نوین، و بعد یک ایمیلی آمد که گفته بود اگر حالا رژیم به اصطلاح از پا بیفته و چی میشنم نمیدونم چی به فرو بریزه هر چیزی، و بعد دوباره یه رژیمی نیاد که اون زور بگه و اینها. البته خب یه متن قشنگتری نوشتن آقای امیر حسین لادن، درباره این موضوع میخوان صحبت کنن، این ماجرای سازمان نوین و اینها. من یه مقدار راجبش مطالعه کردم. سازمان نوین میگه تنها اشکالی که داره اینه که شما باید بری نسل آینده رو بیاری و جذب کنی، چون اونا هستن که در آینده ازش چیزی میبرن، ولی اونی که همسن من و اینا علاقه نداره بهش بپیونده، چون چیزی الان نصیبش نمیشه. و مخصوصا ما ایرانی ها که میگیم سیلی نقد به از حلوای نسیه است، یعنی همین الان همه چی رو الان میخوایم، کاری به فردا نداریم، آینده نگر نیستیم، این جای بزرگی داره. میگه که من رفتم آبغوره تموم کرده بود سالاد شیرازی، امروز کنسل شد. تو هنوز سالاد شیرازی رو با آب غوره درست میکنی؟ خیلی جالبه، چون آب غوره نه اون ترشیه به اصطلاح سرکه رو داره که آدم رو چیز میکنه. و یک ایمیلی آقای آریان پور فرستاده راجع به لیمو. میدونید که ما به همه این لیموها میگفتیم لیمو، حالا به یکش میگفتیم لیمو جهرامی، به یکش میگفتیم لیمو خارگی، اون زردای بزرگ، اینا به یکیش میگن لیم، به یکیش میگن لیمون، و یه چیزایی راجع به این داره که به اصطلاح چه فوایدی داره اگر لیمو رو بذارید تو فریزر یخ بزنه، بعد به قول شیرازی ها با کوتراش، یا یادت بود به کوتراش شیرازی ها، یا با رنده این رو اینجا زیست میگن، چی میگن؟ اسمی صابونی هم هست وقتی چیزها رو اینجوری رنده رنده میکنه. خب در صورت اینم از این، همونجوری که بهتون گفتم امروز 10 آگوست هست، 19 مرداد، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم، و ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد بهشون تبریک میگم. 191 برنامه رو دیروز فرستاده، امروز برای شما پخش میکنیم، و این دوستانی که حمایت میکنن ایشون رو 10 برنامه رو از قبل پی کردن یا پرداخت کردن، یعنی تا برنامه 200 پرداخت شده. شما هم اگه مایل هستید برنامه های آقای حسن ارشاد رو حمایت کنید، یا با من تماس بگیرید یا با خودشون. و آقای ارشاد میگه من راحت ترم که 10 برنامه رو
دوستان به اصطلاح حمایت کنن تا من خیالم راحت باشه و بشینم با حوصله کتاب بخونم و تحقیق کنم و برنامه درست کنم. همونجوری که کار مشکلیه، کار نسبتا سختی هم هست. امروز یکی از دوستان برای من یه ایمیلی فرستاده بود، خیلی جالب بود که آقای سوری من به کمک شما احتیاج دارم، چه کامپیوتری بخرم برای برنامه تلویزیونی، ضمناً چجوری فتوشاپ عکس درست کنم، چجوری ویدیو. گفتم قربونت برم، این که میشه پس باید بیای شما 3 سال بری کلاس تهیه کنندگی و نمیدونم کارهای تلویزیون و اینها. برنامه های من و شما باید شروع کنیم همین جوری که پیش میریم هر روز بهتر و بهترش کنیم. اگه بشینیم همه چی کامل بشه بعدن برنامه شروع کنیم، میشیم مثل آقای حسن خزائی. آقای حسن خزائی خیلی هم خوبه، از سال 2011 میخواسته برنامه بذاره، امروز 2018 است، یعنی 2-3 ماه دیگه میشه 7 سال، چون ایشون میخواد برنامهش پرفکت باشه، کامل باشه و اون امکان نداره. اون باید یک مبلغ خیلی زیادی بریزی، یک کسای استخدام کنی، یه سازمانی درست کنی، بعد میشی مثل بنده خدا آقای مصطفی زاده. آقای ضیا مصطفی زاده آمد این کار کرد و از همش بعد به اصطلاح بدتر که شما رو هیچ وقت نمیذاره به هدفت برسه اینه که میخواست خیلی مشورتی باشه، همه رو آورد مشورت کنید، خیلی دموکرات باشه و اینها. اونجا اصلا هیچ کاری جلو نمیره. خود ما بعضی وقتا شکایت میکنیم که آقا مشورت نکردن، این کار انجام شده. باور کن اگه میخواستن مشورت کنن، این میگو این، اون میگو اون نمیاد، اون رای گیری فلان، هیچ وقت هیچ کاری انجام نمیشه. بله اینجا میبینیم تو آمریکا هم یه کارهایی انجام میدن، 2 ماه بعد 3 ماه بعد دوباره میان تکمیلش میکنن، میکنن. همینجا که دارم میام میبینم این داره میکنه، بعد چمن میریزه، همچین که چمنها رو تخم چمنو کا میریزن روش که گنجشکا نیان بخورن، همچین که این تخم چمنها و اینا داره سبز میشه، شرکت بعدی میاد دوباره میکنه، یه کار دیگه میکنه. و یه بعض وقتا هم خیلی خنده داره، جالبتر داره میشه انواع پرونده های مهاجرین ایرانی. ببینیم آقای شهرام ایرانبومی برای ما چی فرستاده. میگه که رسیدگی بعدی به بازداشت فلان فلان، شکایت میشود که در تاریخ فلان در حناو یک انسان را به علتهای پست بیرحمانی کشته است. متهم شوهر، شخص صدمه دیده، اسم که ایشون روش یه چسب زده میباشد، که از همسرش جدا زندگی میکرده. از آنجایی که متهم نمیتواند جدایی را که توسط شخص صدمه دیده آغاز شده بود بپذیرد، او را بارها تهدید میکرده که او را خواهد کشت. متهم برای تحقق دادن به این عمل در سپتامبر 2017 خنجری یا دشنه‌ای که تیغه دو طرفه جلا داده با تیغه 19.5 سانتی‌متری داشته تهیه میکنند. متهم، ببینید همش میگه متهم، یعنی هنوز چون ثابت نشده محکوم نیست، متهمه، بعد مجرم نیست، اول متهم بعد میشه محکوم بعد میشه مجرم، جرمش بهش میدن. متهم مسلح با این خنجر در تاریخ 6/12 در حدود ساعت 6:27 در آلتشتتر مارکت شهر در کمین شخص صدمه دیده می نشیند. پس از اینکه در ابتدا او را شفاهن تحت حمله قرار می دهد، او را در آلتشتتر مارکت با دست نگه داشته و چاقو را به حالت برش به صورت وی می کشد، به طوری که شخص صدمه دیده به روی زمین می افتد. متهم سپس روی شخص صدمه دیده نشسته و چندین بار با خنجر به سر، گردن و قسمت بالای تنه می زند با ضربات محکم به قصد کشتن. شخص صدمه دیده می گوید زیرا او خانم به نظر مرد با جدا شدن به زندگی زناشویی فامیل لطمه وارد آورده است. همینجا پریشب داشت یه چیزی نشون میداد، یه پسره 27 ساله میره روی این وبسایت‌های اینترنت برای دوستیابی و اینها،
بعد با یک خانمی آشنا میشه، رابطه پیدا میکنن، چند ماه با هم میرن و میان، اینها اصلا خونه زنه میرفته، زنم دختری داره و اینها. بعد این زنه میبینه این حرکاتش خیلی بده و به اصطلاح رفتارش خیلی عصبی و اینها، میگه من نمیخوام تو رو ببینم. همچین که میگه من دیگه نمیخوام تو رو ببینم و این دوستیمون تموم، این پسر 27 ساله یا مرد 27 ساله شروع میکنه به تهدید، حرکتای دیوونوار، عکس میگیره از نمیدونم ساختمونش، بیاد جلو مزاحم و اینها، و آخر کارم میخواسته تو ماشین خفش کنه که شانس آورده خانمه از ماشین میاد بیرون، سه نفر دیگه که اونجا بودن پلیس زنگ میزنن، پلیس میاد و این آقا رو میگیره. حالا که گرفتن دیدن گویا 7 نفر دیگر رو قبلا کشته و تجاوز و فلان اینها. و خیلی مواظب باشید دوستان اگر میخواین به اصطلاح از این اینترنت و اینها از مزایاش و از راحتیش و اینها استفاده کنید، حواستون باشه که بعض وقتا پشت این ماجرا یک دردسرایی هم با خودش میاره. و اما اون روز یکی از دوستان گفت آقا شما راجع به صادق هدایت گفتی که آقا اگه این روشنگر و نمیدونم روشن فکر و فرهیخته جامعه ما بوده آخرش مجبور شده خودشو بکشه، حالا شما بیا یک کمی هم از فرخزاد بگو. و گفتم والا من هر سال موقعی که سر این سالگردش میشه و یه مشت ایمیلی میاد تو که این اصلا ناجی ایرانیا بوده، ببینید چجوری تو انگلستان میرقصیده موقعی که هنوز ارکستر شما حاضر نبوده، هینا دو 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 بده دو بده، این جوکای راجب خمینی و عمش از اون بالا افتاد و فلان اینا میگفته، این شده حالا شده وطن پرست. بعد من یه عکس این تو خود این آقایه یه عکس فرستاده، من براتون اینجا نگه داشتم نشون میدم. فرخزاد ما میاد از آلمان، حالا کسی که ادعای شاعری میکنه و اینها، میاد شما نگاه این قیافه و سیبیل و مو و اینا بکنید، به من بگید اون موقع این چند سالش بوده به نظر شما، بنویسید رو فیسبوک میتونم بخونم. به نظر شما وقتی که این آقا با این خانم ازدواج کرده بعد از تحصیلاتش، اگه شما میگید این دکترای اقتصاد و سیاسی و اینها داشته، بعد آمده ایران اونجا هم چند سال شومن بوده و دروا نمی کنم و اینها، بعد میاد با این خانم ازدواج میکنه، عقد فریدون فرخزاد، بعد فکر کنم نوشته چرا عروس 18 ساله، یا بله چرا عروس 16 ساله، ببخشید چرا عروس 16 ساله. گفتم خب مملکتی که شاهش 40 ساله زن 20 ساله میگیره، خانندشم با این ریش و سیبیل و اینها میاد دختر 16 ساله میگیره، بعد تازه معلوم میشه که ایشون همجنس باز و همجنسگرا و این ماجراها بوده. در صورت دوستان کارمون یه جا و دو جا و ده جا خراب نیست. من برنامه چهارشنبه رو نوشتم که همه ما نباید سیاسی باشیم، یه چیزی به غلط یاد ما دادن که فقط حیوانها هستن که سیاسی نیستن و همه ما میخوایم سیاسی باشیم. من باز این کتاب، بله ایشون هم نوشته 30 سال، من فکر میکنم 30 سال هم بالاتر و تقریبا با یک زنی که نصف سن خودش داشته ازدواج میکنه. و بله آقای اکبری میگه 30 سال، نه به نظر من زیادتر میاد، حالا شما میگی 30 سال، خب ما قبول میکنیم. گفت ما به خاطر فرخزاد که دیگه نیست تو این دنیا دوستیمون رو با شما به هم نمیزنیم. دوستان راجع به دوستی و اینها صحبت شد، حمایت فراموش نشه. خیلی جالبه، اون روز بود من براتون گفتم یه آقایی برای من هی این ویدیوها رو میفرسته، من براش نوشتم آقا ویدیو بفرست در رابطه با برنامه من، در رابطه با صحبتی که من کردم اینها. این آقا اسمش هم اینجا نوشتم فکر کنم علیرضا حقیقی، بذارید براتون بیارم و ببینید که واقعا روی فیسبوک شما وقتی با دوستان صحبت میکنید چه آدمایی با چه منطقایی، نمیخوام بگم بی منطق، اینا هم بالاخره خودشون برای خودشون یه منطقی دارن و میان و صحبت میکنن. و جالبتر اینه که
وقتی که یه چی بهشون میگی بهشون بر میخوره. و مثلا این آقا نوشته که بذارید من نوشتهشو به شما نشون بدم، نوشته آفرین آقای سربی. آها حالا آفرین چرا به من گفته؟ من قشنگ بهتون نشون میدم که یه وقت فکر نکنید خدایی نکرده ما داریم دروغ میگیم یا داریم اغراق میکنیم، یه مسئله کوچیکی رو میخوایم بزرگش کنیم، ازش برنامه بسازیم. میخوام بهتون بگم که مشکلات جامعه ما و این بلد نبودن از تکنیک جدید استفاده کردن ممکنه ما رو به کجاها ببره. نگاه کنید، من اون روز میخواستم بهتون اینو نشون بدم که این ویدیوهایی که این دوست ما نشون میده این مورد شروع میبره. وقتی حالا میخوام یه ویدیو نشون بدیم، هرچی کلیک میکنیم روش نشون داده نمیشه، حالا که میایم دست اونو بالا پایین میکنیم این نشون میده. نگاه کنید شما دوستان، ببینید مثلا این ساعت 2:41، بعد صبح ساعت 3:56، بعد همینجوری روز قبلش ساعت 11:30 شب، باز همون روز ساعت 6:13 بعد از ظهر، بعد همینجوری اینا رو اومده. من براش نوشتم دوست گرامی لطف کنید فقط چیزی که مربوط من می‌خواستم بگم به من مربوط است، نوشتم چیزی که مربوط است ارسال کنید. قرار نیست شما هر چیزی که می‌بینید به من ارسال کنید، منظور خودتون رو هم از ارسال بنویسید. مثلا یه فیلمی رو شما می‌بینی میگی که این فیلم جالب، همونجوری که بهتون گفتم آقای بیژن جعفری یه فیلمی رو یه مصاحبه‌ای رو دیده بود برای من نوشته بود سربی دقیقه 12 و دقیقه 17 رو نگاه کن، همون جایی بود که رضا پهلوی به فلاحتی میگه که من نمیخوام رئیسم، من نمیخوام شاه بشم و فلان اینها، و به اصطلاح هر چی مردم بگن، همون مزخرفی که همیشه میگه. خب این نشون میده آقای بیژن جعفری ویدیو رو نگاه کرده، حالا میخواد ببینه نظر شما چیه، ولی شما هر آشغالی میاد برای ما میفرسی، خب این اصلا هم بی احترامی به خودت هم بی احترامی به من. حالا ببینید جالبترش میکنه، میگه آفرین آقای سربی، من شما را از واشنگتن میشناسم. منظور شما از واشنگتن میشناسم یعنی شما واشنگتن زندگی میکنید یا من واشنگتنم؟ من از روزی که اومدم آمریکا از سال 1986 همین واشنگتن و ویرجینیا هستم و اصلا احتیاجی نداره شما به من بگی من از کجا میشناسم. و از رنگارنگ دوره رنگارنگ مواضع اصولی و رادیکال داشتید. حالا این خیلی جالبه، رادیکال رو جای استفاده میکنن که یه نفر تندرو باشه، پس شما نمیتونید هم مواضع اصولی داشته باشی هم رادیکال باشی به نظر من. بعد نوشته بعد از سفر به ایران اصلاح طلب شدی. اولا دوست عزیز، من سفری که بعد از 20 چند سال به ایران کردم، وقتی هم برگشتم گفتم دیگه نمیرم به ایران، چون اصلا مسئله شاه و شیخ نیست، مسئله ملت، مسئله من و شما هستیم که بدیم. آقای حقیقی، شمایی که منو از واشنگتن میشناسید، شمایی که مواضع من رو اصولی میدیدید، شمایی که من رو دنبال میکنید، برنامه‌های من رو میبینید، چه تاج گلی به سر خودت و من زدی؟ کدوم دفعه 10 دلار رو دور سر بچه‌هات و خانمت و همیشه هم ماشاءالله شماها 5-6 تا زن گرفتید، یکیش برای گرین کارت، یکیش برای اینکه زبانتون خوب بشه، یکیش برای اینکه اسپانیشیتون خوب بشه، یکی برای اینکه بتونید قراردادهای مال خانم‌ها رو بگیرید؟ کدوم بار این کار کردید و 10 دلار به تلویزیون مردم فرستادید؟ که حالا این جالبه، میگه که اصلاح طلب شدید و اکنون علامت سوال و علامت تعجب، قصد من از ارسال اطلاعات سیاسی استفاده شما از این مطالب بود، گویا شما خودتان را کفایت میکنید، با کمال میل شما را برای همیشه فراموش میکنم. آخ من از امشب با پای برهنه میخوابم، چون آقای علیرضا حقیقی دیگه ما را فراموش میکنه. اون وقت حالا که ما فراموش نبودیم به کجاها که نرسیدیم، به کجاها که رسیدیم حالا دیگه فراموش شد. بعد دوست عزیز، همه بشر همه اصلاح طلبن، اگر اصلاح طلب نبودن شما هنوز سوار پیکان بودی، شاید هنوز سوار گاری بودی، شاید هنوز تو قار زندگی میکردی، شاید با پای برهنه را میرفتی، شاید لخت و کمپتی را میرفتی، ماکسیموم یه برگی میبستی جلوت و عقبت.
پس شما اصلاح طلب بودی که امروز شلوار میپوشی، اصلاح طلب هستی که خونه داری، اصلاح طلب هستی که ماشین بهتر داری. حالا اگر یه عده‌ای اومدن کلمه اصلاح طلب رو خراب کردن، همون بهتر که با اونا میگن اسهال طلب. اسهال طلب. بعد دوست عزیز، شمایی که من میگی مواضع من اصولی و رادیکال بود، آیا اون موقع اومدی جلو اینایی که من وایستاده بودم میگفتم هیچ کسی مقدس نیست، بت نسازید، یه دفعه دفاع کردی؟ بعد از خودت بپرس اون موقعی که برنامه منو نگاه میکردی و خیلی هم کیف میکردی چون رادیکال بوده، مگه من برنامه هامو از شما میگرفتم؟ اون موقعی که هیچ گونه امکاناتی نبود، بنده انقدر عرضه و وجود و وقت داشتم که میرفتم تحقیق میکردم برنامه در خور شهر شما درست میکردم. خب حالا که همه چی زیر دستا و انگشتمونه، این ور گوگل، اون ور یوتیوب، اون ور اخباره، اون ور فلانه، و اون ورم دوستای بی انصاف مثل شماست که هر کدومش هر آشغالی اولش نگاه میکنه یه فیلم 30 دقیقه‌ای برای شما میفرسه، دوباره 3 دقیقه دیگه یه فیلم 1 ساعتی میفرسه. در صورتی که اگه اینا حتی نگاه کرده بودن، خب بین این باید 1 ساعت فاصله بیفته. در هر صورت من نمیدونم این به اصطلاح درگذشت این آقای علیرضا حقیقی، درگذشت فقط مردن که نیست که دیگه، ایشون هم درگذشت برای من شد، ایشون درگذشته. ایشون رو چجوری واقعا چه مصیبتی به من و تلویزیون و مردم وارد میشه. ما اینجا براش نوشتیم که همه انسان‌ها اصلاح طلب هستند، اگر نبودیم هنوز در غار زندگی میکردیم. با همه اینها من از ایشون دعوت کردم که بیاد مهمون برنامه من باشه، من ببینم اصلا منظور ایشون از مواضع اصولی و همون موقع رادیکال چیه. من تصویر را پیدا کردم و منتشر کردم. تصویر کی عزیز من؟ بنویس. من تا شما میخوای اینو بفرستی و من بخونم 10 تا چیز دیگه گفتم. تصویر کیو پیدا کردی؟ منتشر کردی برای کی؟ اگه منتشر کردی که باید اینجا منتشر کنی که مردم هم ببینن. دستان ممنون و متشکرم. همه اینها هی دلیل میشه که ما این کارمون خیلی خرابه، رو هرچی هم میخوام ول کنیم نتونیم. برای دوستان نوشتم که من این جمعه میخوام دنباله همین که قرار نیست همه ما سیاسی باشیم، بیام بگم آقا من روزی که اومدم رادیو، من که نیومدم برای برنامه و بشینم نمیدونم انتقاد کنم، من اومدم 3-4 ساعت با این دوستانی که همه هم جوان بودن، همه هم اینجا درس خونده بودن، همه هم کارمند بودن، بگیم و بخندیم و یک حالا انسجامم، نه این که من آمدم منسجم کنم. آقا مگه من حضرت موسی هستم که من برای وصل کردن آمدم نه برای فصل کردن آمدم؟ شما هر چی بگی آهنگم پخش کنی، یه عده خوششون میاد یه عده بدشون میاد، اونی که خوششون میاد هر چی التماس کنی حمایت نمیکنن، اونی که بدشون میاد هر جا سنگ باشه برات پرت میکنن. این ماجراست. گفتم آقا ما اصلا این نبودیم. آقای محمد چیز این اسمشم یادم نمیاد آمد با ما نشست، یه برنامه اجرا کردیم، یه نفر زنگ زد آقا شما نظرتون چیه؟ تو ایرانی جماعت شما نباید نظرتو بگی، باید دروغ بگی، همش باید دروغ بگی، باید خودسانسوری کنی، و الا اگه نظرتو گفتی این آقای حقیقی میخواسته روی افکار من کار کنه، من رو برگردونه به راه راست. بله گلستان فرخزاد، آقا این چی می نویسی تو رو خدا؟ خدای فرخ، ویدیو برای آگاهی. آقا فرخ که امیدوارم حالش خوب شده باشه، یه ویدیویی برای من فرستاده که من این ویدیو رو میتونم بگم قبلا هم 50 نفر از دوستان برام فرستادن، و یه ویدیویه که این آقای کوروش عرفانیه، کیه فامیلیش، اینو دار دستش درست کردن و چقدر واقعا آدم آگاه میشه. یعنی میاد به شما میگه آخوند این دزدیاری کرد، این جنایات رو کرد، پول اینجوری شده، طلا اینجوری شده، ما ایران معدن مس داریم، معدن فلان. میگم خب آقا اینا رو شما نمیدونستی آقا فرخ؟ واقعا کدومشو تا دیروز یا تا قبل از اینکه این ویدیو رو ببینی نمیدونستی؟
و اگر نمیدونستی حالا که میدونی چی کار میکنی؟ هیچ. آقای دکتر رضا سلامی ویدیو میفرسته چنین چنان بریکینگ نیوز، خبر افیاتون تو ایران گفتن فوری فوری بشتابی بریکینگ نیوز. بریکینگ نیوز پوتین گفته ما از ایران پول گرفتیم براشون نیروگاه اتمی زد. میگم چقدر خوب شد شما اینو گفتی، اصلا شما نمیدونی، شما من از جهل و بیسوادی و نادانی نجات دادی، ولی الان که دانا شدم نمیدونم با چه غلطی بکنم، چون این دانا شدن تازه اول مکافات، یا حالا که آگاه شدم با چیکار کنم؟ بعد میگه که میگم شما برنامه‌ای داری؟ میگه نه. بعد میگه نه من که نمیخوام چیز کنم. میگم آقا شما اگه میخوای ایران آزاد بشه بلند شو برو ایران. میگه خب منو میگیرن میندازن تو زندان. میگم آخه آدم خودخواه، حالا نخواستم چون همشهریم هستی چهار تا کلفت بارد کنم، آدم خودخواه، شما که سنی ازت گذشته، یا هم سن منی یا از من مسنتری، حاضر نیستی بری ایران بیفتی زندان، ولی به بچه های جوان مردم میگی اونجا برن جلو توپ و تانک و مسلسل. این باز میشه همون ماجرایی که فرخ ما یک کلمه گفتیم، آقا شما میگی رتنها ره نمیدونم جدایی طلاق مسلحان چی میگن، تنها ره رهایی جنگ مسلحان است. چجوری؟ اولا کسی که میخواد جنگ کنه که از اینجا صداش در نمیاد، میره اونجا. دیدید آقای روزبه فرهانی بود کی بود بلند شد رفت پولم گرفت از این و از اون، و اون آقای کنت تیمرمن هم پشتش رفت اونجا خونه یه نفرم موند، و بعد دید آقا اصلا این خبرها نیست، آخوند بلده چجوری مردم رو سرکوب کنه، با ماشین میره رو مردم میکشه و اینها. دومشو گذاشت رو کولش برگشت اومد، اونا هم گرفتن اون کسی رو که این رفت خونشون کشتن. حالا میخوام ببینم از آقای روزبه فرهانی هرکی اینجا رستوران داره، یعنی منظور آمریکا، آیا میاد مای 50 دلار برای خانواده اون کسی که اعدامش کردن بفرسه؟ اگه میفرسه که آفرین، خب چی میگن نوناور خانواده‌شون کشتی مای 50 دلار بهشون میدی، ولی اگه نمیفرسی ننگ و خجالت بر شما. خب آقای مجله زن روز، بله بالاخره آقای خزائی نوشت، تصویر فریدون هم نوشته، فردان فرخزاد مجله زن روز. خیلی ممنون. حالا اگه شما فرستادی یا هر کسی دیگه، این رو یک مقاله هم آقای آریانپور فرستاده که من اون رو براتون میخونم. میگه والا من نفهمیدم این آقای فرخزاد با ایران پرسلاوتن، میدونید که یه آهنگی خون برای ایران، بعد کسی که میگه من غمگینم وایساده داره میرقصه، اصلا آهنگه با این جور در نمیاد، یعنی کسی که برای مملکتش نمیدونم داره میمیره و یاد ایران به خیر یاد ایران به خیر غمگینه داره اینجوری میرقصه، ولی خب اب نداره، کارمون خیلی خرابه. اینم فرخ ویدیو برای آگاهی، حتما اگر ناآگاه هستید امروز برید تا آگاه بشید. ولی بالاخره ما یه عکسی رو که پتیک بنده خدا لطف کرده بود فرستاده بود و ما هی نتونستیم نشون بدیم و اینها، ایشون دوباره فرستاده و من میخوام به شما اگر میخواین نظر بدید و انتقاد کنید یا سوالی داشته باشید درباره یه برنامه، راه صحیحش رو نشون بدن. ایشون خب از کامپیوتر نگاه میکنه، خیلی ها کامپیوتر رو بس کردن به تلویزیون و از تلویزیون نگاه میکنن، یا خود تلویزیونشون از این اسمارت تیوی هست و این در صورت. ببینید اول از همه آبجوش آورده گذاشته، آبجوش هم اسمش پیتره، بعد از این هایلایتر، هایلایتر تو نمیدونم تو ایران ما نداشتیم اصلا همچین چیزی، ما خط قرمز میکشیدیم زیرش، خودکارش و دفترش و کاغذش هم آورده، بعد زده صفحه مردم تیوی نگاه میکنه که هی میتونه هم نگهش داره بنویسه دقیقه فلان این دقیقه فلان اون. بعد مثلا ببینید این راجع به اون برنامه بود که نوشته که کتاب مال مرتضوی، من الان میبینم اینجا این چیزی که نوشته این همون چیزی که برای منم ایمیل کرده، یه بار با فارسی برای خودش نوشته، میبینم که از 180 صفحه باید 45 صفحه برای شما بنویسم، بعدم با فارسی، یعنی وقت میذاره، برای خودش مهمه، برای منم مهمه، چون مهمه وقتی میاد پخش میکنه. فقط نمیدونم
چرا برنامه ما رو به صورت کوچولو نگاه میکنه؟ بذارید، چون من اون روز اینو که نشون دادم، بعد این هوشنگ همشهریمون گفت آقا خیلی ممنون، من حالا تازه یاد گرفتم که چجوری برنامه های شما رو از این صفحه تلویزیون مردم نگاه کنم. و من الان یه تریک دیگه هم بهتون نشون میدم. تریک نیست، اینا هست، بعض وقتا آدم نمیدونه و چون نمیدونه فکر میکنه که همین جوریه. اینم این، بیارم روی 4:3 براتون اینو باز کنم. ببینید صفحه مردم تیوی رو شما وقتی میاری، کامرای 3 اینه، این همون چیزی که پتیک هم داره میبینه. البته ما چون اینا رو چیز کردیم، فیلتر گذاشتیم، مثلا نوشته اینا رو نشون بدم یا نه از اون میپرسه، ما میگیم بله حالا نشون بده، اجازه بهش میدیم، شروع میکنه اینجاها رو نشون میده. یعنی پنیک نکنید، نترس. ولی موضوع اینه، نگاه کنید دوستان، وقتی این وسط هست پتیک بیار اینجا نگاه کن، نوشته فول اسکرین. یه بار دیگه این ماوستون رو بیارید این پایین صفحه، یه چارگوشه، نوشته فول اسکرین. تا میاری ماوس اوور به قول معروف اینجا می‌نویسه، اینجا این پایین، بذارید بغل همون یوتیوب. حالا من این اول میزنم بزرگ بشه بعد بهتون نشون میدم. این بزرگ میشه، تمام صفحه میشه. اوکی، کجاست؟ پایین این صفحه. یک لحظه امانم بدهی. آها خوب شد که اینجوری شد بهتون نشون بده. این صف سمت قد این ماوس حساسه، باز سرعتش کم کنم. 2 ببینید سمت راست، اولا اینجا روی این قرمز هم اگه بزنید بد نیست. ما مثلا 1700 نفر اینجا سابسکرایب شدن. این سابسکرایب یعنی ممبر، آبونه. حالا ممبر و آبونه کسی پولی از تو نمیگیره، ولی اگه این کارو کنید هر ویدیو جدیدی که ما میذاریم اینجا براتون میاد. نگاه کنید اینجایی که نوشته یوتیوب و این بغلش هم یه چرخ دنده است و اون روز بهت گفتم سرعتشو میتونی کمتر کنی، نمیدونم یه چیز دیگه هم داره که باز میشه کم و زیاد کنی اینها، ولی این بغل نوشته فول اسکرین. من اینو میارم، تا میارم رو این، ببینید این مینوسه فول اسکرین یعنی تمام صفحه، وقتی میزنی بعد بزرگ میشه. اینم برای پتیک، اگر نمیدونست، اگرم میدونسته شاید به یه دلیلی کوچیک نگهش داشته که مثلا آگهی ها رو ببینید. میگه آقا اون ویدیوی پوتین را برای جوک و مسخره بازی ترجمه مزخرف در زیرش نوشتن که خیلی ها باورشون شده پوتین واقعا این حرفا رو میزنه یا این حرفا رو زده. آی گفتی آقای خوشنودی، منم گفتم آخه پوتینی که همه دنیا از دست پدر سوختگیش و اینها موندن که این چجوری و اینها میاد یه همچین چیزی بگه. بعد پوتینی که زمانی که این نیروگاه اتمی و پوتین، برید عکسشو بزنید نگاه کنید با ریگان، موقعی که ریگان رئیس جمهور آمریکا بوده، پوتین یک مأمور وزارت اطلاعات بوده که به عنوان خبرنگار و عکاس هر جا اون گورباچوف و پوتین و اینها میرفتن، اینم میرفته عکس میگرفته. اصلا اون موقع این توی تصمیم گیری های رئیس جمهور و توی به اصطلاح معاملات دولتی هیچ کاره بوده. در صورت اینم از این ماجرا، یه دوستی که اتفاقا یک خانمی هم هست به من گفت که به این حوری خانم بگو چنین و چنان. گفتم بابا دستم به دامنت، ما این همه دشمن داریم، من چرا بگم؟ شما بهش بگو. بعد گفت که خب منظورش این بود که یعنی اگه شما میترسی من خودم میگم. گفتم خب خودتون برایشون بنویسی. بعدم چی گفته ایشون که به اصطلاح مخالف نظر شما، شما بیاین بهش بگید این چیزی که گفتی مخالف نظر منه، قبولش ندارم، درستش اینه، شاید شما اشتباه میکنی و اون داره درستش رو میگه. در اصل حوری خانم از وقتی اومدی تلویزیون مردم دشمنا هم زیاد شدن. این اسکایپ جدیدم هی ما تا میایم میگه که اپدیت داری، میخوای اپدیت کنی؟ میگیم بفرما. همچین که اپدیت میکنه بعد میریزه به هم، مدلش دوباره عوض میشه. بذارید من دارم این رو آماده میکنم که وقتی آقای لادن میاد، بله چت
chatted 7 days ago، یعنی با هم گفتگو کردیم 7 روز قبل. پس این نشون میده که این ویدیوی به اصطلاح این اکانت درستشون هست. عکس پتیک هم نشون دادیم. چقدر خوشحالم که آقای حقیقی بعد از این همه سال ما رو رها کرد و به فراموشی سپرد. خدای را شد، ببخشید میگن خوشا باقی که توره ازش قهر کنه. توره رو نمیدونم شما تهرونی ها میگی، فکر کنم تو شیراز شغال رو بهش میگن توره، همونیه که میاد مثل سگ ولی خیلی زشته و میاد مرغ و جوجه و اینا رو میگیره و میبره. یک فیلمی هست که این رو هم امروز هم آقای آریانپور هم چند تا دیگه از دوستان برای من گذاشت فرستادن، بهتون نشون میدم. متاسفانه نمیدونم چقدر درسته. از اون دوستمون که از خلیج فارس با ما تماس میگیره خواهش میکنم به قسمت عربی این گوش کنه و با زیرنویسش ببینه این درست هست یا نه. این خانمی که گوینده عرب هست با این زیرنویسایی که من دیدم و خوندم میگه که عرب ها اینقدر پول خرج کردن و میخواستن ایران منزوی کنن، این شد. میخواستن نمیدونم لبنان فلان کنن، اون شد. و میگه عرب ها تعدادشون در دنیا 5% در حالی که 50% اسلحه دنیا رو اینا دارن. من فکر نمی کنم، ممکنه 50% هزینه می کنن، ولی درصد این کمتر از 2 دقیقه است. با هم ببینیم زیرنویس داره، بخونیم. نوشته نقل قول مجری عربی در باره ایران. أشهدتم مساء على ذمة أحد الكتاب دفع بله، کشورهای عرب خلیج فارس 54 میلیارد دلار بابت سقوط صدام حسین هزینه کردند. خلیج 54 میلیارد دلار لاسقاط صدام حسین. اما در نتیجه عراق را همپیمان ایران کردند. خانم همپیمان چیه؟ عراق را جورج بوش احمق گذاشت تو سینی یا بشقاب طلایی تقدیم کرد به ایران. بفرمایید. فاصبح العراق حليفا لايران وبعد كم سنه دفع الخليج مليارات پس از چند سال همین کشورها میلیاردها دلار برای از بین بردن حزب الله لبنان هزینه کردند. که مجددا نتیجه آن شد که 3/4 لبنانی ها هم 3/4 لبنانی ها هم ایران شدند. این ترجمه شه کمی مثل عربی حرف زدن من. ودفع الخليج المليار و همچنین کشورهای خلیج فارس خلیج فارس میلیاردها دلار هزینه کردند تا موجب سقوط اردوغان در ترکیه بشوند. فاصبحت ترکیه حلیفه که این بار هم نتیجه آن شد که ترکیه هم همپیمان ایران شد. ایران ودفع الخليج المليارات بار دیگر این کشورها میلیاردها دلار هزینه کردند و اخرى لمحاربه قطر تا در مقابل قطر بایستند. قطر للتقارب مع که این بار قطر ناچار شد به ایران نزدیک شود. اینم حماقت ترامپ بود سر ماجرای بدهکاری دامادش و پدر دامادش و کسافتکاریای اونها. آقای اکبری میگه توره به روبا تو شیراز میگفتن. خیلی ممنون. ایش آقای اکبری باز میگه محل کار پوتین برلین شرقی بود، آلمانی هم بلده ولی از پدر سوخت بازی حرف نمیزنه. بله، حتی انگلیسی هم بلده ولی حرف نمیزنه چون انگلیسی شعر میخونه. بله. و دفع الخلیج همچنین کشورهای عربی میلیاردها دلار هزینه کردن تا انصار الله یمن را نابود کنند که در نتیجه 3/4 یمن با ایران هم پیمان شد یا به هم پیمانان ایران تبدیل شد. 3/4 الیمن حلیف لایران و دفع این کشورها میلیاردها دلار به آمریکا پرداختند. الخلیج المليارات لامریکا لإسقاط تا در مقابل شاهد لغو قرارداد تا در مقابل شاهد لغو قرارداد برجام باشد. که در مقابل شاهد همپیمانی کشورهای اروپایی با ایران بود. خب دو تا موضوع که تو این نوار هست
اینه. یکی ماجرای یمن، همین دیروز عربستان سعودی با هواپیماها و تسلیحات آمریکایی و حتی هواپیماهایی که ریفیول میکنن، یعنی تو هوا سوخت میدن به عربستان سعودی، و بمب و موشکای آمریکایی رفتن یمن رو زدن و این بار یه مدرسه ای رو زدن. الان صدای همه بالا در اومده، ولی اون خانمه که داشت صحبت میکرد گفت متاسفانه اخبار به سرعت فراموشی سپرده میشه، ولی ما آمریکایی‌ها باید به دولتمون اخطار کنیم. آخه این چیه؟ تو با سعودی دوستی که نه آزادی به بشر، به آزادی و حقوق بشر به افراد خودش میده، بعدم حمله میکنه به این و اون، و این یمنی که کشته میشه این فردا برادر کوچیکش میاد دنبال آمریکا و اینها. خلاصه این یه ماجرا. یه ماجرای دیگه، این آخر این ویدیو یه چیزایی گفت، الان یادم رفت، خدایا باید اینا رو بنویسین، این قلم و کاغذ فراموش نشه، خودم به شما میگم ولی باز یادم میاد. خب خانم حوریه میگه که درود بر شما آقای سربی، من چیزی نگفتم جز این که گفتم من و امثال من مدیون این خاندان نیستیم، چون یک دوره بیشتر زندگی نخواهیم کرد و آن یک دوره هم نابود شد، در حالی که این آقا به گفته خودش هیچ شغلی نداشته ندارد، ولی در رفاه کامل و با نوکر و کلفت در کاخ زندگی میکند، و حالا که بوی کباب به مشامش خورده شده ناجی مردم ایران شده. خیلی ممنون. ما هم همینو به اون دوستمون گفتیم، گفتیم خب خانم شما که اتفاقا خانمی هستی، برای ایشون بنویس ببینه این بنده خدا چی گفته. به اسم شاه گفته یا بو، یا به پسر شاه گفته نادان، که هر دوش هم درسته، هیچ عیبی نداره. بله خب، به امید رسیدن دستی از غیب یا دستی از غرب، وای بر خودفروشان وطن فروش. اولا شما وقتی می‌نویسی خودفروش، بعد دیگه وطن فروش که می‌نویسی، این کلمه اشتباهه. اگه کسی حاضر خودش رو بفروشه دیگه وطن فروختن که براش کاری نداره که. پس این دوتا کلمه ها رو پشت سر هم نیار. اوکی. وای بر وطن فروش. هموطن، آیا وقت آن نرسیده که به جای انتظار که دستی از غرب فرود آید و 80 میلیون ایرانی را از چنگال رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی خلاص کند، دستهای این 80 میلیون نفر خودش به کار افتد؟ آقا جمله بازم غلط شد آقای آریانپور. امروز جمعه است. یک کسی عکس از مراسم نماز جمعه در ایران، الان که مردم گرسنه هستن، تشنه هستن، همشون تظاهرات میکنن برعکس دولت، یه عکسی از تظاهرات از نماز جمعه ها رو بگیرید بفرستید. آقا نیست 80 میلیون. درسته که اگر فردا یه نفر بیاد بگه ما به هر نفر که بیاد اینجا دو تا فوش به آخوند بده یه گونی برنج میدیم، همه میان تو صف اینوری، ولی تا امروز آخوندا تونستن اینا توی گرما، توی بیابی بیارن توی نمیدونم اون فضای دانشگاه و نماز جمعه و اینا، ساندیس میدن؟ بله. خب شما بدین. شلو کباب میدن؟ بدین. یارانه میدن؟ بدین. خب اگر دادن خوبه، دادن و وایسادن، شما هم شروع کنید بدید دیگه، چرا جون میکنید؟ پالایشگران نواندیش، این پالایشگر و اینها هم چند سالیه که توی صحبت کردنا آمده، همون اندیشکده دوستان، پالایشگاه نمیدونم این، و نمیدونم پالایشگران نو اندیش. شما اگه بنویسید نو اندیش، یعنی خود به خود پالایش شدی که اندیشت نوه. کلمه ها رو داریم غلط استفاده میکنیم و چه شود. یادمه این آقای افلاطونی هر جا هست یادش به خیر، اگر زنده است، اگرم فوت شده، که چون همون موقع که معلم زبان ما بود، من 16 سالم بود، یعنی 47-8 سال پیش، این بنده خودم بیشتر وقتا مست بود، حتی روز الکلی بود، مست بود. آقای افلاطونی میمد کتاب انگلیسی رو باز میکرد، یه داستانی برای ما میخوند، میگفت که اون کتاب های انگلیسی جدید شده بود، از اون داستان های نمیدونم چیز اینا که هر معلمی یه کتابی میداد، شده بود کتاب انگلیسی که کامپریهنسیو و اینا داشت، کامپریهنشن که میخوندی بعد برای بفهمید درک مطلب چقدر بود و اینها. این تعریف میکرد، میگو که یه آقایی تصمیم گرفت از امروز به این بگه چراغ،
به این بگه قوری، به قوری بگه استکان، به پنکه بگه ماشین، به ماشین بگه میز، به صندلی بگه میز، یه چیزی دیگه بگه کت شلو. گفت بعد یه مدتی که همه اینا رو تمرین کرد، حالا دیگه یاد گرفته بود، بعد خودش میفهمید چی میخواد چی میگه، ولی هیچکی دیگه نمیفهمیدش. شماها دارید فاصله ایجاد میکنید بین خودتون با کسایی که اقلا هم سن و سال خودتونن و زبانتون رو اقلا میفهمن، حالا اگه هم عقیدتون نیستن هم زبانتونن. شما هم مثل این آقای آبرامیان نادان نرید دنبال این، به پسینگاه شما، به شبانگاه شما، من با شما مثلا تماس نمیخواد بگه، چون نمیدونم مماس عربیه، تماس عربیه فلان میگیرم، بعد وقتی زنگ میزنیم میگی من منظورم این نبود، پسینگاه فردار نگاهان بود. آقا خانم 60 سال 70 سال با این زبون حرف زدیم، با هم ارتباط برقرار کردیم، تازه نتیجه ارتباطمون این بود که امروز نمیتونیم با هم صحبت کنیم، حالا تازه میام یه زبان جدیدی. مبارکتون باشه. بگی خب این هم از این ماجرا. و آقای آریو برزن پیروزنیا هم اینجا هستن، خیلی خوشحالم. آقا حال احوالت چطوره؟ یه مدتی حالش خوب نبود و امیدواریم اون مشکلات برطرف شده باشه. و این نامه 4 مرداد 1397 نوشته شده. جالب اینه که آقای عبدالکریم سروش، چه طلای نابی، چه جواهر پاکی، عبدالکریم سروش که مسئول خراب شدن زندگی یه عده جوان بعد از همون انقلاب و اینا هست، الان هم خودش و بچهش و خانوادهش اومدن اینجا مثل خر میخورن، مثل گاو صدا در میارن، ایشون هنوز مقاله می‌نویسه، هنوز تو دانشگاه درس میده و هنوزم پای کرسیش میرن میشینن، وقتی هم جلسه داره مردم بلند میشن، وقتی هم میره آلمان بلند میشن میرن، حتی مخالفان میرن اونجا که مخالفت کنن. آقا نریم که اینا اصلا بازارشون از کساد بیفته. بله آقای عبدالکریم سروش گفته آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دیگر انتظار مددی از کرم باران نیست. چند روز پیش یه نفر یک آهنگ شیرازی برای من فرستاد که به اینا میگفتن واسونک، کلمه اصلی واسونک هم نمیدونم چیه، واسونک رو تو عروسی ها و اینا میخوندن یا فردای عروسی ها اینا میخوندن. بعد میگفت که تو آهنگ اینجوری بود، میگفت ابر اومد بارون گرفت و آب اومد دالون گرفت. یعنی ما از همون قدیم مشکل داشتیم، تا یه بارونی میمده آب را میفتده میمده دالون. دالون که میدونید چیه؟ اون راروی که معمولا خونه ها بعضی هاش از زیر اتاق یه دریواز میشد میرفتی تا حیات و اینها، به این مثل راه رو بود، ولی چون بالاش پوشیده بود بهش میگفتن دالون. این هم از این ماجرا. در اصل من فکر نمی کنم نوشته های آقای سروش قابل خوندن باشه. میشه به عنوان یک کسی که مغزش اونجوری بود که دانشگاه ها رو بس، اونم میخواست پالایش کنه و اینا، انقلاب فرهنگی، عجب آقای رجوی انقلاب فرهنگی میکنه، خانواده ها رو از بین میبره، نسل مجاهدین رو قطع میکنه، آقای سروش انقلاب فرهنگی میکنه، بچه‌ای که داره میره دانشگاه بدبخت میاد بیرون، میره دنبال کار زندگیش، بعد دیگه نمیتونه درس ادامه بده. اینا انقلابیون مملکت ما هستن. ای مردشور خودتون رو ببره، مردشور این انقلابتون رو ببره، حالا چه انقلاب فرهنگی بوده، چه انقلاب نمیدونم عقیدتی بوده، چه هر کوفت و زهرماری که بوده. در هر صورت ایشون میگه که پیر پیمانکش ما که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. درباره پیمان شکنان صحبت میکردیم. این آقای ترامپ اولی که اومد گفت من این ویزا چیه، قرعه کشی میکنن، ویزا میدن لاتاری، اینو از بین میبرم، اون ویزایی که این میگیره اون میگیره اینا اونم از بین میبرم. دیروز پدر زنش و مادر زنش سیتیزن شدن و یکی نیست اینجا به این مرتیکه شارلاتان بگه پدر سوخته، مگر نگفتی هر زنی اومد اینجا، این زنش میدونید که پول میگرفته میرفته این ور و ور چی کار میکرده دیگه، از خودش باید بپرسه، عکساش هم که هست، از طریق همون کسافتکاری ها با این کسافت آشغال آشنا شده.
و حالا نمیدونم این 15 سال کلن اینا همدیگر میشناسن، بچهشون هم 12-13 سالشونه، نمیدونم از طریق این شغال گرین کارت گرفته که گرین کارتش منجر شده به اینکه دیروز پدر و مادر این خانم ملانیا یا هرچی که حیف کلمه خانم که به این زن بگیم، اونا هم سیتیزن شدن. اون وقت این کسیه که میگه اینجوری بدبخت هم وطن من که فکر میکنه خیلی میفهمه میره دنباله. مبارکتون باشه، پای هم پیر بشه. خب ببینم که این تاریخ و تقویم و تلفن و اینا همه رو ما گذاشتیم، تماس از شما، صحبت از ما، اگه کسی هم میخواد بعدا برنامه داشته باشه اینجا یا مهمون برنامه باشه، تماس که میگیرید ما باهاتون قرار میذاریم و میایم با هم صحبت میکنیم. به امید دستی رسیدن از این، من براتون نشون میدم که مثلا مدرسه که میخواد باز بشه، مداد شمی میگه اینجوری، کیف بچه ها مدرسه میگه 10 دلار 20 دلار، کفش اینقدر فلان، حتی دولت یکی دو روز میگه که مثلا مالیات نمیگیریم که پدر مادرها بتونن چیزای بیشتری برای بچه هاشون بخرن. از این ورم اینایی که اسلحه و در کار اسلحه فروشی هستن چپ و راست آگهی میکنن. و ببینید حالا تولد من الان نیست ولی فرام فرستاده Happy birthday from cheaper than dirt، یعنی از خاک ارزونتر، اصلا اسم شرکت از خاک ارزونتره. و ببینید اسلحه رو که حالا شبیه کلت یا شبیه اون بله آقای اکبری میگه آقای سروش سوپاپ اطمینان رژیم آخوندیست، بله این Happy birthday، بعدم تبلیغ میکنه بیا اسلحه بخر. و یک احمقی رو گویا دیروز گرفتن که این کلاسایی میذاشته که به بچه ها یاد بده چجور تو مدرسه ها شوت کنی، تیراندازی کنی، مس نمیدونم شوتینگ، یعنی برید به چند نفر تیراندازی کنید، اینجوری یکی یکی تق تق نزنید، تق 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 اتوماتیک بگیرید بزنید، که بلدم نباشید بزنه همه رو داغون. اینم این ماجرا. و اما ایران، ترامپ گویا یک براتون یک چیزی رو بیارم، میدونید که این آقای رند پال الان تو روسیه است. رند پال رو خیلی به خاطر باباش میشناسن، خود من به خاطر باباش میشناسمش، چون اینا دموکرات هم نیستن، لیبرتریان، یعنی دیگه خیلی آزادی خواه هستن و اینها، و پدرش هم دکتره، خودش هم دکتره. ولی ببینید که چی گفته و چی نوشته، بذارید من عکسش رو به شما نشون بدم. این عکس وزیر امور خارجه آمریکان پامپئو، مایکل یا مایک پامپئو، ولی این عکس آقای رند پال رو میخوام کنارش به شما نشون بدم. و الان هم یه نامه‌ای از ترامپ برداشته رفته روسیه که میگن خب تو که نماینده این مردم هستی، آقای لادن تماس گرفتن، بله با ایشون صحبت کنیم، بله میگن تو که نماینده این مردم هستی باید به ما بگی این نامه چیه که شما به نمایندگی مردم داری این نامه رو برمیداری میبری روسیه. اینم شد مثل دیدار ترامپ که 2 ساعت رفت اونجا و هر چی گفت ما ازش خبر نداریم. و اما خوشحالم که ساعت 3 بعد از ظهر است و جمعه است و آمریکایا میگن TGIF، خدا را شکر که جمعه است. ما هم به یک جورایی حالا یا خدا یا طبیعت هر چی شکر میکنیم که جمعه است. و دوباره قطع یا هستید؟ اجازه بدیم ببینم آقای این اسکایپ رو جدید کردم، متاسفانه اینجوری شده. شما هستید آقای لادن یا قطع شد؟ درود بر شما. آهان هستید، پس اجازه بدید. آهان تصویرتون اینجا هست. امروز من بعضی وقتا یادم میره که به اینا بگم نه نمیخوام امروز اپدیتش کنید، متاسفانه اپدیت کردن همانو سیستمامونو میریزه به هم همان. ولی باز هم خوشحالم که ارتباط برقرار هست و شما هم هستید و اون نامه ای رو که خواستید من براتون فرستادم که گفته بود چه کار کنیم که چی آقای لادن، دوباره اونایی که میان سر کار
دیکتاتور نباشن و خودخواه نباشن و اینها، یا میخواین متن اون رو اگه دارین شما خودتون بخونید یا من سرتیترش پیدا کنم بخونم؟ آقای به نام بله، اصل مطلب پرسش بود که خودتون مطرح کردید. بله، به زبان ساده چیکار کنیم که شما اون روز خیلی قشنگ گفتید، گفتید از چاله در آمدیم و به چاه افتادیم، حالا از چاه در نیاییم به چی بیفتیم؟ بله، چیکار کنیم که این موضوع پیش نیاد؟ شما در این مورد صحبت کنید. من هم از دوستان خواهش میکنم اگر کسی سوالی داره یا پرسشی نظری داره بپرسه، چه از طریق فیسبوک، چه از طریق ایمیل، چه از طریق وبسایت شما، چه از طریق تکست و تلفن، و شما در برنامه‌های آینده پاسخ خواهید داد. من از این بابت ممنونم. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاسگزارم. با درود به شما و بینندگانتون. پرسش بعد از دموکراسی چگونه از باز تولید استبداد در ایران جلوگیری میکنیم با دو تا فرضیه همراه، یعنی نگارنده نویسنده این مقاله میگه فرض کنیم یک جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار جایگزین رژیم اسلامی در ایران شده، و فرض دومش اینه که قانون اساسی دموکراتیک تدوین و به اجرا گذاشته شده. یعنی فرضیه ایشون اینه که بر پایه برنامه سرنگونی دولت گذار و جایگزینی هر سه با موفقیت به نتیجه رسیده، و در چنین وضعی چگونه از باز تولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم. می‌خواستم اینو مورد گفتگو قرار بدیم که برای من پاسخ رو باید به این صورت بهش نگاه کنیم که چگونه هستیم، چگونه میاندیشیم، رفتار و گفتار و کردارمون چگونه است، و با در نظر یعنی داریم درباره زمینه جامعهمون صحبت میکنیم، با در نظر گرفتن این که ما در جامعه نابرابر یعنی خداسالار در شرایطی غیر قانونمند و فاقد عدالت اجتماعی پرورش یافتیم، با در نظر گرفتیم که حکومت هامون همیشه خداسالار و خودکامه بودن و ما در مقابل سلطنت رعیت و در مقابل مذهب امت بودیم، استبداد ذهنی و زور در فرهنگمون مقبولیت داره، منافع شخصی بر همه چیز و همه کس ارجحیت، زمینه چنین جامعه ای دیکتاتور پروره، زیرا تظاهر و چاپلوسی، بت‌سازی و بت‌پرستی در زندگی روزانه‌مون و در روابط اجتماعی و عملکردهای اخلاقی جاسازی شده و نهادینه. یه خاطره اینجا تعریف میکنم براتون، برای بینندگانتون فکر کنم کمک میکنه. آقای حسین کاظم‌زاده وزیر علوم و آموزش عالی بود در دوران حکومت شاه. ایشون در خاطرش میگه که در رامسر 1350 یعنی 47 سال پیش یک جلسه ویژه‌ای هست با شاه و هیئت وزرا. حالا شاه برمیگرده خطاب به وزرا میگه، این توی گیوم است، میگه شماها مانند یابو هستید، اگر رکاب بزنم خود را از جا میکنید، اگر آرام بمانم از جا حرکت نمیکنید. بعد کاظم‌زاده میگه که در مقابل این طرز رفتار با وزیران که در دوران قاجار هم بی سابقه بود، وزرای جوان فرنگ یا آمریکا رفته ما فقط به تعظیم و دستبوسی می پرداختن. در مقابل تملق و چاپلوسی در یکی از دیدارهامون به همدیگه گفتگو کردیم،
نمیدونم خاطرتون هست، گفتم که منوچهر اقبال نخست وزیر و اسدالله اعلم وزیر دربار با همدیگه رقابت میکردن و مشاجره میکردن که کدومشون اول گفته من غلام خانزاده علا حضرت هستم. و در مورد گفتگو کردیم که اشبود نصیری رو شاه دوست داشت برای اینکه گفت من سگ علا حضرت هستم. بریم راجع به مقبولیت زور و راجع به چاپلوسی و بت‌پرستی صحبت میکنیم. اشاره کردیم به این که ما رعیت و امت بودیم، رعیت در مقابل سلطنت، امت در مقابل مذهب. جامعه ما برای دگرگونی نیاز به شهروند داره. گام نخست تکامل رعیت و امت به شهروند دانش و بینش. در مورد دانش و بینش، جلال عبدو یکی از ایرانیان آگاه و میهندوست در خاطراتش می نویسه اگر رضا شاه به جای تشدید اختناق، خودکامگی و ایجاد محیط ترور و وحشت در ایران به آموزش و پرورش مردم و تقویت رشد سیاسی آنان می پرداخت تا بتوانند با تحولات اجتماعی در کمال آگاهی به نفع کشور روبرو شوند، ارتشی که وی با هزینه های هنگفت تهیه کرده بود در سوم شهری، منظورش زمانیه که متفقین اومدن ایران، در ظرف 2-3 ساعت متلاشی نمیشد. برای حفظ میهن از خطر تجاوز فداکاری میکرد، نه اینکه امرا و افسران ارتش به جز عده معدودی در روز خارجی محل مأموریت خودشون رو ترک کنن. یعنی داره محترمانه میگه فرار کرد. پس چه باید کرد؟ بدون خودشناسی و خودسازی شکی نباید داشته باشیم که دیکتاتوری رو دوباره سازی خواهیم کرد. در رابطه با خودشناسی، چند ماه پیش در یکی از دیدارامون در مورد کاستی‌های فرهنگیمون گفتگو داشتیم. برخی از این کاستی‌ها در گسترش بی‌اعتمادی و تفرقه افکنی و پراکندگی ما نقش بسیار تخریبی و بازدارنده داره. یکی از این تخریبی ترین عوامل سمپاشی، پرونده سازی و ترور شخصیته، به وسیله کسانی که اینا مدعیان روشنفکری و اپوزیسیون هستن، مدعیان رهبری هستن. اینها پیروزی خودشونو در تخریب دیگران میبینن و میدانن. جنون مطرح بودن و خودشیفتگی این اشخاص در حدیه که آنان رو روانی کرده، یعنی از حسادت به بغض، از پنهانکاری به ریاکاری، از پشت سر حرف زدن به از پشت سر خنجر زدن رسیدن. این انسان نماهای روانی باعث اصلی گسترش بی‌اعتمادی در جامعه، بی‌اعتمادی در میان اپوزیسیون و شکاف بین اپوزیسیون و مردم هستند. و این پدیده در زمانی است که بدون اعتماد به یکدیگر هیچ حرکتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ببخشید. خیلی ممنون. این ماجرای اعتماد و اینها شما تو کتاب خدا سالاری هم اشاره میکنید که به اصطلاح حس اعتماد اگه نباشه حتی بی‌نظیرترین برنامه ها و درستترین شخصیت ها به جایی نمیرسن. خب بعد اولین سوالی که پیش میاد، پس چه باید کرد؟ چون دوستان از آلمان هم نوشتن اینجا برای من و شما که هیچ جناب سوربی هیچ کس به عنوان دیکتاتور نیامد. متاسفانه ما خودمان دیکتاتور ساز هستیم، یا خدایگان شاهنشاه آریامهر می سازیم، یا رهبر معظم انقلاب و هواداران مجاهدین هم که هنوز هیچی نشده دارن جای قدم مرحوم رجوی را ماچ می کنن. جالب اینجاست که دیشب توی یکی از این برنامه ها
ترامپ رو سوپریم لیدر خطاب میکرد و میگفت که اگر جیزس یه طرف نشسته باشه، حضرت عیسی مسیح یه طرف نشسته باشه، ترامپ هم یه طرف، این یه چیزی بگه این یه چیزی بگه، گفت اینایی که بیس هستن دنبال رو این هستن، اینها حرف ترامپ رو قبول میکنن. یعنی اگر توی ایران الان ولی فقیه داریم، اگه توی کره شمالی چه من اون سوپریم لیدر داریم، توی آمریکا هم این متاسفانه تونسته خودش رو اینجوری غالب کنه با این کارهایی که کرده و این چیزای دروغی که الان به ظاهر وضع اقتصاد خوب و اینها، که هر روز که من اینا رو دنبال میکنم میبینم که این داره آماده میشه برای به اصطلاح رکود اقتصادی. این هم ماجرای برگردیم به این اعتماد و به اصطلاح حسن اعتماد و اینکه اگر شما بهترین برنامه ها و درستترین شخصیت ها رو داشته باشید باز به جایی نمیرسن. پس چه باید کرد؟ نه کاملا زدیم توی هدف. برای مقابله با کمبود فرهنگی و این پدیده با این کمبود فرهنگی یک راه آسون وجود داره که هممون میتونیم در انجامش شرکت کنیم. داریم راجع به این سمپاچی و پشت سر دیگران صحبت کردن و گفتگو میکنیم. این راه ساده و روشن و یه راه ساده و روشن هم برای اپوزیسیون در شناسایی عاملین بی‌اعتمادی. ما توی اندیشکده آگاهی و شناخت و همدیگه قرار گذاشتیم بین اعضا و دوستان که هرگاه یکی از دوستان و آشنایان حتی فامیل میخواد پشت سر کسی صحبت کنه، ما میگیم که ما نه پشت سر دیگران چیزی میگوییم و نه حاضریم چیزی بشنوید. ببینین این خیلی خیلی ساده است، ولی اگر چنانچه هممون این کارو بکنیم، به زودی این عادت زشت تخریبی از رونق میفته. و گفتیم یه راه قبل از اینکه به اونجا برسیم، من پیشنهاد میکنم که کلامون رو قاضی کنیم، ببینیم این شخصی که داریم در بارش پشت سرش حرف میزنیم، آیا این شخص هیچ صفت خوب و مثبتی نداره، یا اینکه ما تنها دنبال عیب دیگران هستیم. میرزاده عشقی شعری در این مورد داره که جالبه، میگه که خری از گلستان باقی گذشت، بسی گل به ره دید و وقعی نهشت، نسنجید کان جلبه گل زکیست، نفهمید فریاد بلبل زکیست، رسید او به جایی که ره تنگ بود، بسی شاخه در راه آونگ بود، طبیعیست بر جسم آن شاخسار، بدانسان که گل بود بود نیز خار. یعنی میگه این خر خار رو میدید ولی گل رو نمیدید و اعتراض میکرد که چرا خار اینجا هست. و گفتیم این راه سادم هست برای اپوزیسیون برای شناسایی این انسان نماهایی که روانی هستن و دارن ما رو به بی‌اعتمادی میکشن. زمانی که کسی میاد پیش شما و پشت سر کسی بدگویی میکنه، سمپاچی میکنه، پرونده سازی میکنه، که هممون باهاش آشنا هستیم، نه تنها نباید تحت تاثیر واقع شد، بلکه باید از این گونه اشخاص دوری کرد تا به مرور بیاموزن که اناشون رأی نداره. در رابطه با سمپاشی و ترور شخصیت میخوام بخشی از مقاله که 86 سال پیش در روزنامه شفق سرخ منتشر شد با هم مرور کنیم. این اول میبینیم که 100 سال پیش هم تو ایران همین بوده که هست. دوباره من ببین چی میگه راجع به این اشخاص. میگه امروز درستی و راستی بیشعوری محسوب میشود، مهر و محبت مورد تمسخر است، و یه مش مردم بی مسلک بی ایدئال آری هر گونه صفات انسانی در قعر منجلاب خودخواهی و خودپسندی مثل مگس های بار شکسته دست و پا می زن. ببینید همینطور که می بینیم از یه سو عاملان بی اعتمادی و نفاق ما
هدف اونا قرار داریم و از سوی دیگر استبداد ذهن و مقبولیت زور باز تولید، یعنی برگردیم به سوال اول، باز تولید استبداد رو اجتناب ناپذیر خواهد کرد، مگر اینکه آگاهانه و با برنامه با این عوامل مقابله و مبارزه کنیم. سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما. دوستان عزیز، اگر در رابطه با صحبت‌های آقای لادن سوالی دارید یا نظری دارید بپرسید یا مطرح کنید، در موردش صحبت میکنید. من سعی میکنم صفحه فیسبوک شما رو نشون بدم تا دوستان اگر خواستن مستقیما با صفحه فیسبوک شما، چون اینجا ما به شما امیر حسین لادن میگیم ولی اونجا شما حسین رو اچش رو فقط نوشتید، این بعضی وقتا ممکن، گرچه همون لادن هم اگه دوستان بنویسن پیدا میشه و هم صفحه فیسبوک خودتون رو دارید هم صفحه اندیشکده و میتونن از این طریق با شما در تماس باشن. ضمناً ویدیوهای شما هم روی صفحه مردم تیوی گذاشته میشه که اونجا هم میتونن دوستان دسترسی داشته باشن و در موردش به اصطلاح با شما در هر موردی که میخوان تماس بگیرن. ولی شما یه حرفی خیلی قشنگ زدید، یه دفعه گفتید من در هر موردی و با هر کسی نمیخوام صحبت کنم، اگر دیدم قابل بحث هست صحبت میکنم. این ماجرای آمریکا الان و ایران، گرونی در ایران، نبود دلار، نمیدونم شما از اول برنامه نگاه کردید یا نه، من امروز داشتم ماجرای ونزوئلا رو گوش میدادم، دنبال میکردم سوء قصد به جان رئیس جمهور، ماجرای دلار که اونجا میخواد بیاد جای واحد پول اونها رو بگیره، همون جوری که نمیدونم توی کشور آفریقایی بوده اینجوری شده و الان دیگه واحد پول اونها دلاره، ولی میگه دیگه اینها مثل یک مستعمره آمریکا شدن، یعنی دیگه وقتی نتونه خودش پول چاپ کنه، وقتی نتونه خودش پشتوانه داشته باشه و اینا. شما فکر میکنید توی ایران اوضاع و احوال به چه صورته، مخصوصا با این سانکشن های دوباره‌ای که آمد و قویتر هم میشه از نوامبر، ولی ناگفته نمونه که آقای ران پال رفته با ترامپ دیدار داشته و گفته که ما نمیتونیم حکومت ایران رو به اصطلاح بندازیم، ما نمیتونیم یه جنگ دیگر رو شروع کنیم. و الان هم ران پال توی روسیه با پوتین داره میره و یک نامه از ترامپ برده به اونجا. شما ضمن این که این نامه محتویاتش گفته نشده و اینها، شما چی فکر میکنید کلن اوضاع شرایط مثل کی هست، مثل چه زمانی هست؟ چون بعضی ها میگن الان درست مثل سال 1357 و من میگم بابا اون موقع یه نفر بوده شبنامه میفرستاده، برنامه میفرستاده، الان اینجوری که نمیشه بشینیم اینجا هی بگیم تو برو که من هستم، این از بیرون گود نمیشه لنگش کرد. نظر شما چیه در مورد اوضاع و احوال ایران و آمریکا؟ حتما دو قسمت تو در گفتگوتون بود، یکیش بخش آمریکاش با آقای ران پال. البته این حرکت که ران پال میکنه یه خورده منو به این اندیشه میندازه که ایشون قصد داره دوباره برای مقام انتخابات ریاست جمهوری فعالیت کنه و الان این ایشون میذاره توی موقعیت مهمی، موقعیت حساسی، ملاقات کردن با پوتین و این عمل. در رابطه با ایران، حالا اینی که مثل 57 هست یا نیست باید بیشتر بهش نگاه کرد، ولی سانکشن ها میدونین که قبل از این که سانکشن ها به وجود بیاد، یعنی از یه ماه پیش، همینی که میدونن که سانکشن میخواد بیاد، اوضاع اقتصادی به شدت دگرگون شد، برای اینکه دستاندرکاران حکومت دزدی ها رو بزرگتر، بیشتر و خیلی در روز روشن انجام دادن، یعنی ارقام نجومی داره از ایران میره بیرون و این خودش نمودار اینه که یک ترس و وحشتی هست. اگه خاطرتون باشه به اندازه یک ماه پیش یکی از سردارهای سپاه
در این مورد گفتگو کرد که فکر کنم بد نباشه که ما حکومت نظامی داشته باشیم، یعنی یک رئیس جمهور یا یک فرمانده نظامی ایران رو در دست داشته باشه. یک چیزهایی در شرف انجامه. هممون میدونیم که آخوندها اهل بخیه هستن و اگه ببینن که دارن سرنگون میشن دست به هر کاری میزنن. اینجا مردم هن که به شدت اوضاع زندگیشون نابسامان و تحت فشار هستن. اگر این نابسامانی و تحت فشار بودن خودشو برسونه به جایی که مردم بیشتر با هم باشن، اگر فرض کنین اعتراضی دارن، اعتراض 100,000 نفره نباشه، اعتراض چند میلیونی باشه، توی شهر نباشه، تو تمام شهر را باشه، بی شک حکومت دگرگون میشه. حالا چند تا سناریو وجود داره. برای مثال یک سناریو این هستش که اینا با آمریکا کنار بیان و سپاه کودتا بکنه و اگر چنین اتفاقی بیفته یک عده‌ای رو میگیره میندازه زندان، قانون اساسی و ولایت فقیه رو ملغا اعلام میکنه و خب یه عده مردم خوشحال میشن که دیگه قانون اساسی و قانون اساسی ولایت فقیه و خود ولایت فقیه نیست و اگر اینا توانایی داشته باشن که اون پولایی که داره از ایران میره بیرون در درون ایران خرج کنن و امکان داره که بتونن حتی با آمریکا و روسیه کنار بیان. یعنی این سناریوها وجود داره. ما امیدمون باید این باشه که یک آمادگی از طرف اپوزیسیون وجود داشته باشه که بتونه بره در درون با سیستم یک جوری بره جلو، نه با ولایت فقیه، یعنی با اینی که دگرگونی ایران متلاشی نشه. بعد امیدمون این باشه که به این کشیده نشه که به ایران حمله نظامی بشه، ایران متلاشی بشه مثل عراق و سوریه و لیبی. اینجور سناریوها وجود داره. ولی چیزی که مسلمه، شما اشاره کردین به رهبری و خیلی از ایرانی ها همینو میگن، میگن ما رهبری نداریم. شما در دیدار پیشین به من گفتین که دوباره در این مورد که خب این برنامه هست ولی رهبری نیست، یعنی اینکه کسی نیستش که بگه من آمادم که بریم ایران رو نجات بدیم. من فکر کنم اگر ما برسیم به گام بعدی، رهبری از درون این حرکت ها و از درون مملکت و از درون اپوزیسیون میاد بالا. حالا ممکنه این رهبری باشه 4-5 نفر و بعد در نتیجه یکی از میونه اینا بیاد بالا، ولی من فکر کنم با برنامه، با حساب کتاب، با پشتکار و استواری بریم جلو، بی رهبر نخواهد. بسیار ممنونم. پس امیدواریم که منظم باشه و رهبری هم پیدا بشه، حالا حتی اگه 4-5 تا باز با هم ائتلاف کنن و اون برنامه‌هایی که تو کشورهای دیگه داریم میبینیم اونجا دیده نشه. یک نوار کوچیکی من پخش کردم، نمیدونم امروز شما دیدید یا نه، راجع به یک گوینده عربی، یک خانمی که نقل قول میکنه که عرب‌ها اینقدر پول خرج کردن، آخرش این شد که عراق افتاد دست ایران، اینقدر پول خرج کردن، لیبی این لبنان اینجوری شد افتاد دست ایران، آمریکا پول دادن باز عربا به این امید که برجام رو از بین ببرن، دلیلی شد که اروپا بیاد سراغ ایران و با ایران نزدیکتر بشه. شما نظرتون در این مورد چیه؟ دیدید اونو یا نه؟ یا کلن این موضوعات رو قبول دارید؟ چون الان با وجودی که میگه اروپا نزدیک به ایرانه، خود اروپا هم الان به اصطلاح مثل داره تنبیه میشه همراه با ایران و خیلی ها باور دارن که این تحریم های جدید علیه ایران نیست، تحریم های ترامپ علیه اروپا هست. در این مورد نظرتون چی؟ اولا در مورد اون ویدیو رو من ندیدم، ولی اینی که مسلماً
هممون میدونیم که حمله به عراق، نابودی عراق و صدام به نفع ایران بود. به وجود اومدن ایادون بشه کارزای که رهبر افغانستان بود و اون آقای معاونش اکبر بکنم اسمش بود، الان تو ذهنم نیست، اینا به نفع ایران بود. رفتن در سوریه، دگرگونی سوریه به نفع ایران بود. پس یعنی ایران تونست در منطقه برای خودش قد علم کنه. منظور من البته ایرانیه که تحت کنترل ملا هاست. در اون چارچوب گفته اون خانم با حقیقت بسیار نزدیک، ولی در رابطه با برجام، در رابطه با سانکشن ها و این تحریم ها، اروپا منافع بسیار بسیار زیادی داشت در عدم وجود آمریکا. و اگر آمریکا قصدش این باشه که اروپا رو تنبیه کنه، من اصلا تعجب نمی کنم. ولی در حال حاضر همینجوری که شما بهش اشاره کردین، آمریکا فراموش نکنیم که بزرگترین اقتصاد دنیاست و بزرگترین قدرت دنیاست، و اگه به بانکای اروپا بگه که شما با ایران معامله کنی با ما نمی کنی، همه شون ماساشون رو کسه می کنن. شما دیدین که رنو متوقف کرده تولیدشو در ایران و بیشتر سازمان ها و شرکت ها. یه چیزی رو اینجا نباید نادیده گرفت. شما اشاره کردین به دلار در یک کشور آفریقایی. میخوام خاطر جمع باشم که بیننده ها در این چارچوب میدونن که علت اصلی سرنگونی لیبی، نابودی لیبی چی بود. علت اصلی سرنگونی و نابودی عراق، اسمشو دارم سعی میکنم یادم بیاد، صدام حسین بله. چی بود علت اصلی این دوت نابودی این دوت کشور؟ اول آقای در لیبی ایشون اومد گفتش که ما از این به بعد قذافی جان، سرهنگ قذافی، بله آقای قذافی گفت از این به بعد ما در مقابل فروش نفت طلا قبول میکنیم و سلام دیگه دلار نمیپذیریم. خب این یک ضربه بسیار شدیدیه به آمریکا که میتونه اقتصاد آمریکا رو متلاشی کنه، چون آمریکا علت این که تونسته از بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا قدرت مطلق اقتصادی دنیا باشه به خاطر اینه که تمام خرید و فروشای نفت در دنیا از طریق دلاره. و صدام اعلام کرد بعد از اینکه صدام ده سال تموم کوبیدنش، گفت من از این به بعد یورو هم قبول میکنم، و اینم شد باعث سرنگونی صدام. یعنی اینو ما باید بدونیم که دلار و مسائل منافع مالی و مادی نقش بسیار بسیار بزرگی داره، شاید 90% فقط در اون چارچوب باشه. بله. حتما یه فیلمی هم هست دیدین شما، اون فاینانشال هیتمن، یعنی به اصطلاح هیتمن اقتصادی. درصد ممنونم از شما. اگر موضوعی هست امروز باز بخواید در مورد صحبت کنید بفرمایید، اگر نه از شما خداحافظی میکنیم با امید اینکه باز هم هفته آینده شما رو داشته باشیم. و باز هم به دوستان یادآوری میکنیم که میتونن از طریق ایمیل شما، فیسبوک شما، وبسایت شما تماس بگیرن، یا اینجا تلفن و تکست و همه امکانی هست، فقط باید بخوام. بفرمایید. آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو میکنم. ممنونم از شما. خیلی ممنون که با ما بودید. به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه روی بایگانی یوتیوب هم گذاشته میشه و میتونید به اصطلاح اونجا تماشا کنید، نظر بدید. ضمناً تا برنامه هفته آیندهشون هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. خب و اما این ماجرای آقای رند پال رو من بیارم بخونم براتون تا
شما هم اگر نظری دارید بگید. اولا اینجا ایران، ترامپ، رند پال. رند پال یکی از مخالفای شدید این ترامپ بود، مثل همون 16 تای دیگه که همه اینها یکی یکی رام شدن. الان رادیو تلویزیون های آمریکا هم میگه دیگه ما حزب جمهوری خان نداریم. این حزبی که شما میبینید به اسم جی او پی و ریپابلیکن اینا، این حزب ترامپه، یه چیز مندرآوردی را انداخته. اونا هم از ترسشون به خاطر منافعشون دور این هستن. منافعشون، بله، همین مال نیویورک یکی از نماینده ها دو سه روز پیش دستگیرش کردن، چون اینساید تریدر، یعنی یه جاهایی که اولا این جزء هیئت امنای یک کارخونه و شرکتی بوده که به اصطلاح از همه اخبار داخلی خبر داشته و تا میبینه که اینها میخواد استاکشون یا اون سهامشون بیاد پایین، به پسرش و به زن پسرش و به پدر زن پسرش و به خودش و اینا میگه، سهاماشون رو میفروشن. وقتی این کارو میکنن، بعد مردم بیچاره که اون سهامو دارن بیشتر ضرر میکنن. خیلی هم با پررویی آمد گفت که من چندین سال اینجا زحمت کشیدم و نه خیر، میام تو دادگاه از خودم دفاع میکنم، برای انتخابات آینده هم اسمم رو از روی، چون نوامبرم قرار، یعنی 90 روز دیگه، 88 روز دیگه قراره تو انتخابات میان دوره آمریکا که برای نماینده ها هست شرکت کنه، گفت من اسمم هم از روی این کارت انتخابی به اصطلاح نمیبرم بیرون و وای میسن. ولی از اون طرف دموکرات ها و اون خانم نانسی پلوسی اینها گفتن که این اصلا از لحاظ اتیک، از لحاظ اخلاق و آخه اینا هم یه اخلاقایی دارن، توی قانونی دارن، اگه اخلاق اینا مثل دوستان بهایی نباشه توی مجلس و اینها، که هیچ کدومشون هم خودشون رو بهش متعهد نمیدونن، در صورت اون گفته که از این لحاظ این مشکل داره و باید به اصطلاح بهش بگیم دست پاتو جمع کن و برو بیرون، که اینا اگه بخوان مجلس رو از وجود افراد ناپاک پاک کنن، حقیقتا همشون باید یکی یکی برن بیرون. پولیتیکو این مسئله یا این موضوع رو عنوان کرده که یک سناتور ترامپ را از براندازی نظام ایران منصرف کرده است. به گزارش گروه بین‌المللی خبرنگاران تسنیم، پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی به نزدیک شدن روابط رند پال، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، با دونالد ترامپ یا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نقش او در دیدگاه‌های ترامپ در زمینه مسائل سیاست خارجی پرداخته است. همین رند پال به صورت بیجار و جنجال خودش را به عنوان منعکس کننده با نفوذ دیدگاه‌های رئیس جمهور و یکی از متحدان او مطرح کرده که اغلب با مشاوران ارشدش بر سر مسائل سیاست خارجی گلاویز می شود. رابطه رند پال و ترامپ از تماس‌های تلفنی مکرر میان آنها برای هماهنگی جلسات گلف در زمین گلف برگزار شد، آغاز شد و برای اولین بار روز چهارشنبه علنی شد. پال روز چهارشنبه اعلام کرد نامه ای را که ترامپ برای پوتین نوشته به روسیه برده و از طرف او تحویل مقامات کرملین داده است. قبل از آن در یک جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا که ماه گذشته درباره دیدار ترامپ و پوتین در هلسینکی برگزار شده بود، پال تنها کسی بود که از عملکرد ترامپ دفاع کرد. حالا همینجا شما بپرسید وقتی تو نمیدونی چه عملی انجام داده ترامپ، چجوری ازش دفاع میکنی؟ چون اون دو ساعتی که اینها با هم بودن معلوم نیست چی گفته. احتمالاً ترامپ به این گفته که تو از من دفاع کن، نفر بعدی هم تو هستی که میشی رئیس جمهور، چون فکر کنم هر کی میخواد بشه رئیس جمهور آمریکا اون وقتا میرفتن اون اسرائیل و دیوار ندبه و اینها، حالا باید برن روسیه و از آقای پوتین اجازه بگیرن. بذارید من این تاریخ و تقویم و تومار تلفنم اینجا درست کنم، افکت 1 رو بذارم، 24 دقیقه دیگه بیشتر باهاتون نیستیم، بعدش میریم برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 191 رو با هم تماشا میکنیم. آقای زرابی میگه درود، آقای خوشنودی بهش میگه علیکم درود، و
این ماجرای درود، آقای زرابی شما که شاعر هستی ریشه درود رو بیار ببینیم این ربطی به درویدن و درو کردن و کاشتن و این هم داره یا چی بوده؟ چرا ایرانی ها میگفتن درود؟ و این من تو اولین بار 18 سالگی 20 سالگی تو ارتش دیدم اونجا میگن درود، ولی خب متاسفانه یک ویدیویی را من گذاشتم روی حرفا حالا قاطی میشه، متاسفانه توی مملکت نمیگفتن چون شاهمون باید دعا به نمیدونم به بازوش میبست و این چیزا. یک ویدیویی رو دیروز گذاشتم روی صفحه شخصی خود من، ببینم اگه بتونم براتون این رو نشون بدم که نشون میده کسی رو که در زمان رضاخان تبعید شده بوده به عراق، شاه این رو از عراق میاره و هر چیزی که اون میگه شاه بی چون و چرا اجرا میکنه. آیت الله نمیدونم کی بوده یادم رفته، اینا رو از بس میگم خبرام میاد و میره دیگه آدم نمیدونه کجا به کجاست، نقل کجاست. در صورت این رو هم باید پیدا کنید نگاه کنید که هم شاه هم رضا شاه درست برعکس اون چیزی که سلطنت طلبا فکر میکنن یا دروغ میگن، اصلا اینا خلاف آخوندان نبودن. اگه بودن که این حکومت مشروطه که 4 تا آخوند باید مهر تایید بزنه رو قنبلشون و اینا رو یه کاری میکردن. بعد مثلا میاد اتفاقا یه برنامه هست براتون میخونم، ولی قبلش من اینو باید بگم. الان این یه 20 سالی که اصلا اینا خاموش شده بودن رفته بودن، چیزی که از آخوندا انقدر خرابکاری کردن که مردم میگن بابا اون قبلی بهتر بود، یعنی دیگه هیچ حرفی هم نیست. از منم بپرسی میگم آره بابا اون اقلا آزادی اقتصادی آزادی اجتماعی به مردم میداد، آزادی سیاسی مردم نداشتن. ولی این دیگه همه رو گند زده، واقعا آخوندا گند زدن، اگه گند نزده بودن که وضعشون به اینجا نمی‌رسید. ولی یه چیزایی رو این دوستانی که 20 سال تو سوراخ‌هاش بودن و دنبال کار و کاسبی و بچه داری و نوه داری و پول ساختن، حالا به خاطر اینکه آخوند واقعا گند زده اینا اومدن بیرون، یه اشتباهایی میکنن که خود این اشتباها باعث میشه آخوند بازم پا بر جا بمونه. مثلا یه نوشته‌ای رو فرستاده بودن که بله آقای رضا شاه آمده به خواب یک نفر دم بهشت نشسته بوده، گفتن اینجا چرا نشستی؟ گفته من میخوام یه زنی بگیرم، اومدم اینجا نشستم، یه آقای آخوندی که میخواد بره اونو ببرم برای من عقد کنه. ولی آخوندها هیچ کنونشون بهشت نمیرن، به همین خاطر آقا رضا که 4 تا زن گرفته بوده، این هم بچه داره، تو بهشتم منتظر زنه، تو بهشتم 7ش گروه 8ش منتظر آخونده که بره عقدش کنه. خب این فقط باید طرفدارای اینا نادان باشن که یه همچین نامه ای می نویسن. حالا صحبت از نادانی شد، یه دوستی اینو فرستاد، من بهش گفتم که فردا شما میری روی میز تشریع و ایشون گفت نه آقا اسم من نگو. گفتم باش بذارید ببینم حالا پیامی از داخل و جوابی از من. آره بذارید من اینو براتون بخونم. میگه که اصلا ببینید کدوم عقل سالمی میتونه بشینه وقت بذاره این چیزها رو بنویسه. هنگام سقوط حکومت پهلوی شخصی تعریف میکرد که دوان دوان رفتم تو بازار، داد زدم شاه رفت شاه رفت. در حالی که غرق خوشحالی بودم و بر زمین سجده کردم، در همان حال پیرزنی نزدیکم آمد و گفت نماز تموم شد بیا کارت دارم. آمدم نزد پیرزن و کنارش نشستم. گفت ننه، کی جای شاه میاد؟ با خوشحالی گفتم مادر جان، سادات صدر الهدا یک مرد خدا. گفت ننه خوشحال نشو. گفتم چرا؟ گفت حالا اولا گوش کنی، توی اون روزای انقلاب، من 5 سال بعد از انقلاب ایران بودم، من تو انقلاب ایران بودم، توی روزای انقلاب یه نفر داره زمین رو میبوسه شکر خدا میکنه که خمینی اومده، یه پیرزنی میره بهش این حرفا رو میزن. اصلا امکانش هست؟ یه بدبخت پیرزنی
عکس شاه رو در پول شاه عکس رو آورد نشون داد، تیکی تیکش کردن مردم، آتیش زدن چیزا رو، آدم ها رو زنده زنده. خب این مزخرفاتی که شما مینویسید چه کمکی میکنه؟ آقا من میگم شاه بهترین بوده. هر چی شما بگی شاه بهترین بوده یعنی مردم نفهم بودن. اگه مردم نفهم بودن باز برمیگرده به شاه و پدرش. 57 سال دو تا پادشاه مردم نفهم تولید کردن. تولید یعنی مردم تولید کی هست؟ تولید حکومت هست دیگه. الان آقای لادن چی میگه؟ میگه آموزش میدیم مردم عوض میشن. این بهکام و سعید کاووسی، سعید کاووسی اینجا بود. بهکام یه دفعه گفت این آقای فرامرز یگانه، این مردی که عقب افتاده دیوونه، گفت که نشسته بودیم تو تلویزیون ایتو صحبت میکردیم، صحبت از سربی شد، گفت اینقدر از این سربی بدم میاد میخوام اینجاشو بگیرم یه مشت بزنم بهش. گفت بهش گفتم وایسا، گوشی رو برداشتم شماره تو رو گرفتم. گفت چه کار میکنی؟ گفتم دارم زنگ میزنم به سربی، سربی همین دوربراست میاد اینجا. گفت آقا رنگی زرد شد، نزدیک بود قالب توی کنه. گفت نه آقا من که جدی نگفتم. گفت بهش گفتم خب گوه خوردی، غلط کردی، مردی که پدر سوخته. حالا سعید کاووسی هم تو مهمونی ها این کار میکنه. تا میبینی یکی پشت سر یکی حرف میزنه تلفن رو میگیره، میگه بیا آقا، داشتی راجع به سوربی صحبت میکردی، میده دست طرف، میگه بگو دیگه، اینم الان اینجاست. اگه این کار را بندازیم، اگه هممون بفهمیم وقتی داریم درباره یکی دیگه صحبت میکنیم، یا خودش اونجا یا یه دوربینی هست که این گفته ما رو برمیداره به اون نشون میده، جامعه درست میشه. خب حالا این آقا، بعد این کسی که این ماجرا رو داشته حالا اومده برای دیگران هم تعریف میکنه که ایشون طرفدار خمینی بوده، اون ننه اومده بهش گفته این. با خوشحالی گفتم مادر فلان. گفت ننه خوشحال نشو. گفتم چرا؟ گفت زمانی که جوان بودم و تازه ازدواج کرده بودم به همراه شوهرم برای زیارت امام رضا اومدم، ولی یک لحظه شوهرم رو گم کردم. خب اولا نتیجه این که زمان شاه هر کی ازدواج میکرده هانیمون یا چی بهش میگویم تو به فارسی، میرفتن مشهد. نگاه کنید اینو آقای زرابی با تو برنامهاش بگه که احمقایی که طرفدار پادشاهی و نمیدونم سلطنت هستن این مزخرفا رو هی بین خودشون پخش نکنن. این آقا خرابتون میکنه. هانیمون بلند ماه عصب بلند میشن میرن مشهد. بعد کسی که تازه ازدواج کرده همسرش رو گم میکنه. حالا این خانم که حالا شده ننه، زمانی که جوان بودم فلان اینا شوهرم رو گم کردم، از آنجایی که دختر روستا بودم و هیچ وقت به شهر نیامده بودم دست و پام رو گم کردم و نمیدونستم چه کار کنم و کارم فقط گریه شده بود. همان لحظه یک سید قد بلند با چفیه سبز از راه رسید و گفت چیه؟ چرا گریه میکنی؟ اولا نگاه کنید سید قد بلند یعنی این نژاد اینا، چون سیده از ما بلندتر فلان جوونم بوده، خرم دیگه. ویلا اولاد این چیه مینویسی؟ شمایی که میگید آخوندا دوزاری میگرفتن نماز میخوندن نمیدونم سر قبرستون بودن فلان اینا، این چیه که مینویسی؟ یک آخوند، یک جوان قد بلند، یک سید قد بلند با چپیه سبز از راه رسید و گفت چیه؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم شوهرم را گم کردم. گو این که کاری نداره، بلند شو، ناراحت نباش، من شوهرت را پیدا میکنم. حالا بیا بریم خونه من یه چیزی بخور و نگران نباش. منم از فرط خستگی و ترس با سید اولاد پیغمبر راهی منزلش شدم. وقتی رسیدیم آنجا کسی توی خونه نبود. به من گفت برو حمام کن تا زنم بیاد. گوش کنید، قبل از 1357 دیگه، چون ایشون داره 1357 برای این آقا تعریف میکنه، این آخوند حمام داشته تو خونش. بعد این آخوند، این خانمه که میبره، شما یاد این شعر ایرج میرزا نمیفتی که دم دالون اون خانمه چادرشو چسبیده بود، اینم بند کرده بود بهش، میگفت اون هرچی از بالا چادرشو بیشتر گرفته بود منم از پایین بیشتر فشار میدادم. به خانمه میگه شما برو حمام. کسی که شوهرش گم شده، کسی که هزار ناراحتی داره، اون بهش میگه حمام، اینم میگه اوکی، حمامتون کجا؟ من میرم حمام. ببینید آخه تو رو خدا
گفتم شوهرم رو گم کردم. گفت کاری نداره و اینا. وقتی رسیدیم اونجا کسی توی خانه نبود. من گفت برو حمام تا زنم بیاد، ولی زن نداشت، دروغ میگفت. تا داخل حمام شدم آمد دنبالم و همونجا به من تجاوز کرد. سه روز پشت سر هم در منزل سید بودم و تا توانست از من کام گرفت. عجب عروسی بوده این، سه روز اصلا شوهرش رو فراموش کرده، چون یک سید قد بلند خجالت آوره. آقای رضاخان دم بهش نشسته منتظر یک آخوندی که بیاد براش عروس عقد کنه. اینجا این ماجرای گیر داده آخوند به این خانم تازه عروس. خب کام گرفت و وقتی سیر شد گفت اگه زبونت باز بشه به جرم تهمت به اولاد پیغمبر میدم سرتونو ببرم. منم هیچ حرفی به کسی نزدم. خب گوش کنی، زمان شاه سید اولاد پیغمبر اگه کسی بهش توهین میکرده میداده سر مردم رو ببرن. یعنی سید و آخوند، آقای زرابی هستی اینجا؟ سید و آخوند تو زمان شاه اینقدر قدرت داشتن. حالا ما فکر کردیم گروبان و افسر و تیمسار و سرهنگ قدرت داشتن که تا با یکی دعواشون میشد میافتاد دنبال خواهر طرف، طرف اعتراض میکرد پاگونشو میکرد میگو به اعلیحضرت توهین کردیم، میگو فلان فلان تو و اعلیحضرت، من چیکار اعلیحضرت دارم، میگرفتن میبردنش. نگاه کنید نادان ها هستن. آقای زرابی این چیزی که من به رضا پهلوی گفتم، گفتم شما بشین دوستاتو جمع کن که یه بار کرد این کاره، یه بار گفت اگر کسی طرف داره من خفش دنبال من باشه. هی خودتون برای خودتون حرف نزنید. اون یکی زیر ابروش برداشته اومده برنامه میذاره و همه میگه 57 یا اصلا خبر نداره کی به کیه کجا بوده. قولتون میدم بابای خودش یکی از اون 57 یا بوده. بعدم هی به هم درود ورود به به چه چه. دومین نشست پادشاهی، من نمیدونم این پادشاهی ها چند تا نشست دارن، یه نشست اینجا یه نشست میدونی که به قالب نشستم میگه. خب بله هستم. آقای زرابی چی فکر میکنی؟ آقای رضا شاه دم بهش نشسته اونجا منتظر یه آخوندی که براش دوباره زن بگیره. این ماشاءالله 4 تا زن و این همه بچه کمش بوده. آقای زرابی چی فکر میکنی؟ یه احمقی بیاد اینو بنویسه که وقتی انقلاب شد یه ننه ای اومده بهش گفته که خیلی به این سیدا اطمینان نداشت چون اینا سه روز از من کام گرفتن. نمیگه خود منم، تازه اگه حقیقت داشته باشه طرف چقدرم باحال بوده، بردتش حمام و بعد اینا مثل رجبیه اول میفتدشون حمام بعد از حمامم سه روز تو خونه موندن. ببخشید حالا جمعه هست و اینا احتمالاً مهمونی چیزی دعوت دارین. گفت یکی به دوستش گفت که آقا بیا بریم امشب یه مهمونی بخور بخور بعدم عرق و اینا بعدم مس میشن بکن بکن. گفت کیا اونجا هستن؟ گفت من و خودت. اینم همینه، این خانم هم رفته با خوشحالی اونجا، بهش هم گفته برو حمام. خونه آخونده هم قبل از انقلاب چند سال قبلش حمام داشته، چون این خانم زمان انقلاب پیرزن بوده، پیرزن بوده به این آقا که زمین رو ماچ کرده که انقلاب شده گفته ننه. آقا نکنید این کارا رو، اینا رو پاک کنید، اینا رو منتشر نکنید، شما که میدونید این بیفته دست من آبروتون رو میبرم. خب حالا دنبالش رو بخون. راهی منزلش شدیم و بعدم اولاد پیغمبر سعید. منم هیچ حرفی به کسی نزدم. بعد از سه روز منو برد حرم امام رضا و توی بلنگو شوهرم را صدا زد. یک لحظه دیدم شوهرم آمد، سید با عصای خیزران شوهرم را کتک زد و گفت بی شرف چطور دست زنت را ول کردی؟ توی این جمعیت نترسیدی؟ اولاد الحرام حرامزاده ها اینجا زیادن و زنت هنوز جوان. شوهرم هم علاوه بر کتک زدن من افتاد به کفش سید و بوسه میزد و تشکر میکرد. بعد گفت آقا سید من نذر کردم هر کس زنم را پیدا کنه 100 ریال به اون بدهم، 10 تومن 100 ریال. بعد 100 ریال به آن سید حرامزاده داد و دست منو گرفت و به روستای خودمان برد. روستایی اومده 10 تومن هم اونجا جایزه دادن که این آقا 3 روز برده سوار این خانم شده. حالا ننه جان فهمیدی این سیدا هم تجاوز میکنن هم کتک اون میزنن هم پولمون رو میدوزن، پس زیاد خوشحال نباش که شاه رفت.
حالا این دوستمون نوشته نظرم موهام رو مفتی سفید نکردم، همین حرفای زن را که من می... که همین حرفای زن را من میزدم کسی گوش نمیکرد، چون عقل انسان در اختیار خودش نیست و نمیتواند بفهمد با غلبه احساسات، خشم، خستگی، ناراحتی و اگر الان هم نصیحت کنیم کسی نمیشنود. انسان نافهمترین آفریده است. کمی که یاد گرفت ادعای فهم و دانشمندی میکنه. همه بدبختی های انسان توسط دو گروه متسلط و یونیفرم، آها یعنی کسی که سلطه میکنه و کسی که لباس های یونیفرم ارتشی و به اصطلاح دیکتاتور لباس یک شر پوشیده است. آخه آخونده هم لباسشون یونیفرم حقیقتا. هر دو با یک منطق بر مردم سوار میشن. به نظر من شما دقت نکردی به نام موضوع، شما خواستی توش موضوعهای خودت رو عنوان کنی و الا اگه این نامه رو میخوندی اعتراضات به یه نوع دیگه میشه. مجید خوشنودی میگه اون زمان لوله کشی هم نداشتن، چه برسه به حمام خانگی. همین دیگه. چی بگم والا، ما حالا از صبح تا شب 100 تا از این ماجراها، 100 تا از این ایمیل ها میاد. و جالب اینه آقای علیرضا حقیقی میگه که شما اصلاح طلب شدی، من میخوام اصلاحت کنم. حالا دیگه اصلاح طلب چه شبه، اصلاح طلب به توان دو. یکی میگفت طرف سوار خر بود، از رو قبر پدرش رد شد، گوه آقا شده خر سه طبقه. اینم حالا آقای حقیقی بعدم میگه من از واشنگتن شما رو میشناسم. اینا نمیدونن شما منو میشناسی، من که شما رو نمیشناسم. شما بیننده‌ای بودی، مفت مجانی استفاده کردی، بعدم تفریح برنامات این بوده که تو بگی این مزدورت، اون بگه اون مزدوره، یه مشتی مست و دوا و نمیدونم بنگ و منگم بکشین و خوش باشین. آقا خانم کارمون خرابه، من اصلا امروز قرار شد آهنگ پخش کنم، قرار شد بشینم اینجا تلفنم باز بذارم بگم آهنگای درخواستی. جامعه ما همین بسش آهنگ درخواستی. طرف میاد دوستمون آهنگ میذاره، یه مش پیر زن و پیر مرد، یکی شوهرش طلاق داده، یکی زنش طلاق داده، یکی اومده اینجا گرین کارت بگیره، شوهره اونجا زن گرفته نیومده، یه مشتی تنهای شب میشینن هی پای این. ما این دیدید وقتی میاد یه جا میخونه، نگاه کنید پایین سن همه این زنای مسن دارن گریه میکنن. من والا فکر کنم رفتم تو شاه چراغ یا رفتم تو مشهد، ما شاه چراغ شیرازی نمیرفتیم اصلا. اینم ماجرای ما هست، اینم ماجرای تلویزیون ها هست. وقت برشتم نوشتم آقا خانم قرار نیست همه ما سیاسی باشیم، شما و من زندگی خودمونو داریم. این بدبخت هیتلر خدا زدم همینو گفته. اتفاقا درباره اون سازمان نوینی که آقای لادن گفت، تو نوشته هیتلر میگه اگه ما یه سازمان نوین، یه جنبش جدید باز کنیم، وقتی میایم اینو نمیتونیم که به پیرمردا و پیرزنا ارائه بدیم، میام دنبال نیروی جدید میگردیم. نیروی جدیده باید به فکر فرداش باشه، پس ما باید تو این امید و وعده فردا بدیم. وقتی این کار کردیم این نیروی قدیمی و مسن رابطهش با ما قطع میشه. یعنی هیتلر هم آخرش به بن‌بست خورده و دیدید چقدر همه جوونا رو تونسته بود جمع کنه، اونم مثل خمینی بچهای 12-13 ساله با شور و شوق لباس و شور و شوق جنگ و اینا، ولی بعدا نتونست آدمای به اصطلاح مسن و اینا رو بکشه بیاره. حالا به زورم اگه آورده بود داستان اونم یه داستانی. این داستان از حقیقت دور نیست و من باورش میکنم. دوستان باورتون میشه؟ آقای زرابی میگه من این داستان رو باور میکنم. آقای زرابی باور میکنه که در زمان شاه یه مردی میاد، یک همسر دهاتی حج از ده بلند میشن میان مشهد، بعد زنش گم میکنه، این آخونده ورش میداره میبردش خونه، بعدم اینجوری. خب وقتی آقای زرابی که همه چیزی رو که این ور اونور میدن میذاره رو میز تشریح زیر زربین باور نمیکنه، این داستان رو چرا باور میکنی؟ فقط برای که از آخوند بدی گفته؟ شما وقتی اینو باور میکنی نشون میده که این آخونده چه پدرسوخته‌ای هستن و چجوری میتونن مردم رو نگه دارن. ترس و وحشت بیشتر ایجاد میشه. چرا باور میکنی؟ برای ما پیام بذار، پیام تو دوشنبه پخش میکنه. بله، کسی از بهکام خبر داره دوستان؟ بهکامو
اون ماجرای سعید کاووسی رو هم گفتم که هر وقت کسی میخواد پشت سر یکی تلفن بزنه میگه بذار بهت زنگ بزنم بیاد. بعد آقای وجدی هم برای ما یه دو تا ویدیوی شیرازی فرستاده درباره این که فرخ زمین خورده بود، صورتش زخم شده بود و پول وستلا رفته بود 9 ساعت توی امرجنسی روم، و من گفتم اگه با آمبولانس برید سریعتر میبرن تو اینها، شاید باید درستش کنن، با آمبولانس سریعتر به شما میرسن. مثلا فکرشو بکنید، من قلبم گرفته، تا من بلندشم ماشینو بردارم برم، حالا اگه اونجا قلبم وایساد میزنم تصادفم میکنم، اوکی، اگه توندم برم تو چرا خطر تو قرمزم برم پلیسم تیکت بهم میده، ولی اگه بشینم اینجا اون کارهایی که گفتن بکنم. میدونید بعض وقتا میگه بزنید به خودتون سرفه های به اصطلاح قوی بکنید تا قلبتون فشار بیاد بهش اینا، و زنگ بزنم به 911 یا همون شماره امرجنسی هرچی هست تو هر کشوری هستید، اونا تا این بوق روشن میکنن میان همه میکشن کنن، میاد اینجا تا میرسه اینجا اکسیژن بذار و فلان اینا. البته آقای ایران بومی گفت که اکسیژن گذاشتن رو صورت اون خانمه این کیسه خفش کرده و فلان و اینها بمان. بله ایشون میگه دلیلش را به صورت پیام برایتان خواهم گذاشت، ولی یه دو بار بذار من این نوشته رو برات بفرستم، نوشته رو بخون حتی با مادر خودت از لحاظ سنی. اینجا میگن تایملاین، تایملاین میدونی که مثلا من میگم من شیراز دنیا اومدم، آلمان بودم، اومدم آمریکا، شما اینجوری بگو از لحاظ تایملاین این خانم ازدواج کرده تو ده، برای ماه عسل رفته مشهد، بعد این حالا اون موقع جوان بوده، الان روز انقلاب انقدر پیره به این آقا میگه ننه. بذار برات بفرستم قبل از اینکه پیام بذاری، اوکی؟ مرسی. خب بله، راجب آمبولانس و بیمارستان اینها پتیک نوشته که با آمبولانس به بیمارستان رفتن خوبه، اما وقتی 1224 دلار برایت صورت حساب فرستادن، آن هم برای سه بلاک، سه بلاک یعنی واقعا از اینجا تا اونجا که میبینی، آن وقت ترجیح میدهی ساعتها در آنجا منتظر باشی. البته فرخ هم نوشته بود که آی سوری من اتفاقا با چیز رفتم، با آمبولانس هم رفتم. بذار ببینیم این دوستمون پیام گذاشته و این آقای خزائیه. لطفاً پخش نشود. سلام عرض میکنم آقای. خب اگه پخش نشود بعد برنامه گوش میدم. بله نکنه آقای خزائی خودت اینو فرستادی هنگام نه اینو شما نفرستادی، اون دوستمون فرستاده چون جوابش رم داد. بله خب شما پس داری پیامو دربارش صحبت کن، ببینیم چجوری شمایی که به نظر من یه آدم منطقی هستی یه همچین داستانی برای شما make sense یعنی میتونید درکش کنید، یعنی میتونید با اوضاع و شرایط سال 57 و نمیدونم دوره شاه و اینا. من دوست دارم طرفدارای ترامپ بیان مهمون من باشن، دوست دارم طرفدارای پادشاهی هم بیان اینجا ما تکلیف اونو باشون معلوم کنیم. آقا بعد از 57 سال این ملت شپشو دیوانه بی سواد احمق کچل کوفتی، شما آمدی کردیش بهداشت، دروازه تمدن بزرگو باز کردی، دراشونو باز کردی، هرچی دلش خواست توش چپوندی، چی شدن؟ شدن آدمای با فرهنگ یا شدن آدمای نادان؟ اگه آدمای با فرهنگ بودن چرا انقلاب کردن؟ اگه شما میگی مردم انقلاب نکردن، چرا وقتی یه نفر مینیسه این ملت احمق ایران انقلاب کردن شما بلافاصله بهش نمیگی نه ملت انقلاب نکردن، ملت با شاه بودن؟ اگه ملت با شاه بودن چرا شاه فرار کرد؟ خیلی چرا چرا چرا، به قول دوستمون از خلیج فارس چه چه چه، اینقدر چه 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 گفتیم به درد چه کنم گرفتار شدیم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو فراموش نکنید، حمایت، این سکوی ارتباط تی یا میکروفون آزاد میتونه برای شما هم باشه، شما هم برنامه داشته باشید. روز روزگارتون خوش. آخر هفته است، مشروب کم بنوشید اگر اهل حال و صفا و اینها هستید. و آقای خوشنودی نوشته تا اونجا که ما میدونیم
پیروزنهای زمان انقلاب همونها بودن که موقعی که تلویزیون روشن بود و مجری مرد می اومد چادر به سر می نشستن روشون هم می پوشوندن. اینم از این. مجید اینو چند بار گفتم یه بار دیگه میگم، من و پسرموم و پسرمم و اینا وقت تلویزیون روشن بود میگفتیم شوخی میگن، خیلی جوان بودیم دیگه، یه عمه داشتیم خدا بیامرزه این بزرگترین عممون بود، این میگفت که ساکت باشین، همین جوری که ما صدای اینا رو میشنفیم و میبینیم اینا هم صدای ما رو میشنفن و میبینن. ما میخندیدیم. حالا امروز شما تلویزیون که میخری هی تو رادیو بهت میگن حواستون باشه، هر کاری میکنی میبینن، هر چی میگی میشنفن، ضبط هم میکنن، مواظب خودتون باشه. بی خود نیست این دوستان کلیمی، حتی زن شوهرم وقتی تو رخت خواب هستن باز باید زیر ملاف باشن، از اون گذشته باید ملاف هم بینشون باشه. برید بخونید دوستانی که خودشون رو به اصطلاح آدمهای بالاتر و برتر chosen people میدونن. خدا نگهدارتون. بریم سراغ آقای حسن ارشاد از ایران، برنامه شماره 191. مرسی.